بینندگان عزیز، با سلام به شما و با این امید که تا این لحظه رو به خوبی و خوشی پشت سر گذاشته باشید و اوقاتی رو که امروز با هم هستیم اوقات بهتری داشته باشیم. امروز جمعه 15 ژانویه سال 2016 میلادی و برابر است با 25 دی ماه 1394. ما قرار بود که با دکتر کاظم افشارها صحبتی داشته باشیم. ایشون لطف کردن، وقتشون رو گذاشتن، ولی اون روز متاسفانه به خاطر این تأخیر برنامه که صدا پیچش پیدا میکنه و پژواک پیدا میکنه نتونستیم اون برنامه رو داشته باشیم، ولی ممنونم از ایشون که باز هم قبول زحمت کردن و به من و شما دوستان وقت دادن که امروز با ایشون باشیم. و من توی خیلی از برنامه ها وقتی که صحبت میکنم راجع به شاعرها، این رو با شعر و شعور و اینها ربط میدم. آقای افشارها اون روز به درستی برای من توضیح دادن، گفتن اصلا این کلمه در رابطه با اون نیست. من ساکت میشم، میکروفون رو در اختیار ایشون میذارم، ضمن اینکه سال جدید رو بهشون تبریک میگم و بهشون خوش آمد میگم به تلویزیون مردم و سلام میکنم و میکروفون در اختیار شماست آقای دکتر افشارها. بفرمایید. قربان، ابتدا بفرمایید. سلام عرض میکنم. صدا میاد قربان؟ بله قربان، صدا هست. عالی. با عرض سلام و درود بی پایان بر همه بینندگان عزیز و شنوندگان گرامی و همینطور که حضرت عالی هم به جای یادآوری فرمودید، لازم میدونم که سال نوی میلادی رو به همه همزبانان هموطنان عزیز و محترم تبریک و تهنیت بگیم و آرزو بکنیم که انشالله سال بسیار خوب، پربرکت و خوش تو هم با سلامت و شادکامی داشته باشه. جناب آقای سربی عزیز، حضرت عالی مسئله در روز دوشنبه بود به نظرم در خصوص شعرا و شعر و مصادر که نخواسته به مصادر عربی برخورد میکنه. قبل از اینی که ما مطلب رو به طور اصولی بخوایم بررسیش بکنیم، اجازه بفرمید یک حاشیه بریم که ما مسئله زبان فارسی و آمیختگی اون با زبان عربی خب پوشیده نیست بر افراد. خدا بیامرزه، انشالله مرحوم جمالزاده میگفتش که اگر لغات عرب رو از زبان فارسی بکشیم بیرون همه لار میشیم. حالا اگر یک وقتی آقایانی هستن دبیران ورزشی که به هر حال حالا عرض کنم که اعلم العلمای ادبیات فارسی در اینجا شدند و صحبت ها میفرمایند که عرب هیچی نبود و فارسی همه چیز هست، نه این به هر حال نه تعصب منفی به اون داشته باشیم، نه خیلی هم قلوب بکنیم در این باره. در مجموع به هم آمیخته است. خیلی 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 زیاد ما در کاربرد لغات عموماً و خصوصاً کاربرد لغات عربی دچار اشتباه میشیم و بعضاً با خنده و یک عرض کنم اشوه یا عالمانه میگیم غلط مصطلحه. نه، اصلاً این حرف نیست، این جهل است. جهل آقا با اشتباه و غلط زود گذر تفاوت میکنه. ما آدم فارسی رو میگیریم، یت عربی رو میدیم میگیم آدم یت. خر رو میگیرن که اسم حیوانیست به زبان فارسی، یت عربی میدارن میگن خریت. خب اینا غلطه، ولی آن زرده که در حساب ناید آن است. یعنی اصلا کسی حساب نمیکنه که آقا این حرف درسته غلطه و ایرادی هم نداره. خب در محاوره روزمره است، لکن زمانی که در اصطلاح ارتباطات فرهنگی و در نوشتاری پیش میاد باید خیلی ما ملاحظه کنیم. ما دومن نداریم آقا، این به بالا برن پایین بیان چپ و راست بزنیم، این غلط غلط مشهورم نیست، این یک به اصطلاح جهلیست که ما نمیدونیم آقا اصلا فارسی تنوین نداره. خب بفرمایید مرتبه اول، مرتبه دوم، درجه اول، درجه دوم. اگر گفتید اولا تنوین رو آوردیم روی اول و خواستید بعدیشم به عربی بگید میشود ثانیا، میشه دوم. بعد از این اشاره مختصر به عرض برسونم که در قدیمی که عرض میکنم چه 50 سال قبل ما کلاس های به اصطلاح انگلیسی و فرانسه خیلی داشتیم، آقایون خانم‌ها باید کاملا خاطرشون باشه، اما زبان‌های دیگه مرسوم نبود زیاد به اصطلاح به ایجاد کلاس
تقویتی و کلاس داشتن روی حرفا برای زبان مثلا عربی، برای زبان اسپانیولی، ایتالیایی صحبت ها، در حالی که خب در همین کانادا که به هر حال ما مسئولیت آموزشی داشتیم اینها، خب در اینجا کسی که زبان دوم میخواد برداره 40 زبان رو میگذارن، میگن هر کدوم از اینها که بخواید برداریم بردارید و کردیت هم داره، بحثی نداره، مشابه هم فارسی نمیدونم، عربی نمیدونم، مغولی، هر چی که میخواید. توجه لازم به زبان عربی نشده، اینه که عمدتاً اشتباهاتی انجام میگیره. حالا بنفتر این مسئله ای که شما در انگلیسی هم برخورد میکنید، مثلا پلین رو اگه ما در نظر بگیریم، یک جا میگه هواپیما، یک جا میگه رنده کرده، اره کرده، سطح مستوی، هیچ ارتباطی هم به هم ندارن، فقط در نوشتار دقیقاً PLANE هست و در گفتار هم دقیقاً پلین هستش، ولی هواپیما کجا، رنده کردن کجا، سطح مستوی کجا. اینن مشابه همین مورد ما در لسان عرب داریم. ثلاثی مجرد اینها شعر است، همون شعر، ولی این شعر اگر شما دیکشنری های عرب رو باز کنید، تاج العروض، قیاس اللغات، عرض کنم که من بیشتر از لسان العرب ابن منظور استفاده میکنم، اینها رو نگاه بکنید، خب میبینید اینها معانی بسیار مختلفی دارن. فقط اون به اصطلاح ثلاثی مجردشون، ببخشن دوستان اگر یک وقتی بعضن اصطلاحاتی در نحو به کار میبریم، این رو در حال زود گذر مجبوریم دیگه بیان بکنیم. آقای افشارها اگه صدای منو میشنوید، صدای شما قطع شد. بله، حالا صحبت کنید. نه متاسفانه. خب میخوام من دوباره باهاتون تماس بگیرم. بله، نمیدونم این سیستم آقای افشارها چگونه است که اونجا سیستم کامپیوتریشون اینها میذاره ما چند دقیقه صحبت کنیم بعد قطع میشه. اومد الان؟ بله بله، ولی تصویرتون هنوز نیومده، صبر میکنم تا تصویرم بیاد. بله شما باید از اونجا. بله خب بفرمایید. الان هست همه چی؟ بله بله هست، بفرمایید. بنده نمیدونم تا کجا به هر حال مسموع بود، کمکم کنید شما، چون نمیدونم از کجا قدید. نه، تا همون جایی که گفتید اگر یه وقتی این کلمات رو استفاده میکنید مجبور هستید و برحال عرضم به حضورتون که نمیدونم، نهایتا ما در دیکشنری هم که نگاه بکنیم، در به اصطلاح همین قاموس لغات عرب، میبینیم که اینها در ثلاثی مجردشون یکسان هستند و شعر هست، اما هیچ ارتباطی نداره. خدا رحمت کنه مرحوم فرخ، از شعرهای بسیار نامدار خطی خراسان بود که هر وقت مرحوم فروزان برمی اومد بره بشویه که محلشون بود، در منزل آقای فرخ هم در مشهد، به قول این جایی ها یک شب شعری می گذاشتن، افراد جمع می شدن در اونجا، به اصطلاح علمای شهر ما هم اونجا کف شب می کردیم. بگذاریم، در اونجا باید آقای نعمت میرزازاده که نمیدونم هی سایه است، امید چی الان تخلصه، شاه اسماعیل خویی، که اینها همشون در کافه داشاقای مشهد جمع میشدند و به هر حال قلیان و چای و شعر نویسی اینها داشتن. خب اینا رو باید بگن دیگه. مرحوم آقای فرخ همیشه میگه آقا من شاعرم و شعور نمیدانم چیست، من مرثیه خان دل دیوانه خیشم. ببینی بزرگان این مسئله رو میگفتن، هیچ رابطه ای. میتواند یک شاعر بسیار باشعور باشد، میتواند خیلی هم نرمال باشه. بین شاعر بودن و شعور زیادی داشتن مطلقا رابطه نیست. شاطر عباس سبویی از شعرهای بنام شعرهای بسیار عالی داره، ولی نان به تنور میچسبان و شعرم میگونه. خدا رحمت کنه مرحوم آقای تفقدی، سرایداری بود در دبیرستان فردوسی مشهد، ایشان عرضم به حضورتون که نمیتونست بنویسه، خیلی بد مینوشت، به بچه ها خواهش میکرد بنویسن، ولی خدا گواهه آقای سربی باور بفرمایید غزلیات شورانگیزی که ایشون میگفت واقعا هم مرتبت بعضی هاش حافظ معاب بود اینطور، ولی یک شخص بسیار 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 عادی و خدا رحمتش کنه متواضع، ولی خب بی سواد.
ارتباطی بین اینی که من بگم به حکم اینی که این شد شاعر، بنابراین خیلی هم مشعر قوی دارد و شعور ابدا، شعور عرضم به حضور که تعریفی دارد، شاعر رو عرب میگوید قائل و شعر، که حالا گوینده شعر، حالا شعر هم باید تعریف بشه، باز چون لغت عربی من مجبور هستم تعبیر بکنم، کلامون یست و به وزن و تقویم، یعنی شعر یک کلامیست که باید وزن داشته باشد و قافیه. آیا برای گفتن این علم لازم است؟ ابدا. آیا شعور اضافه لازم است؟ مطلقا. آیا قائل و شعر که می شود شاعر یعنی ایشون دارای شعور اضافی است؟ مطلقا. مطلقا. توجه داشته باشین بین شعور و شاعر ارتباط معمول است، یعنی هر انسانی شعور دارد، هیچ بحثی هم ندارد و شعور هم باز خودش تعریف داره، ادراک بدون استنباط رو شعور میگن. آخر عید کار در این هست که ما لغات رو خیلی راحت به طور موروثی و سمایی به کار میبریم، ولی اگر یک کسی بگه آقا هم علم شما تعریف کنیم، این علمی که میگیم آقا علم و عالم و معلوم و علم چیه؟ آیا واقعا من میتونم به کسی که تاریخ میداند بگویم عالم است؟ مطلقا. مطلقا آقا. آدمی که تاریخ میداند نقال است، یعنی نقل داره میکنه، چون میگوین علم مبتنی بر دو اصل اساسی است، تصور و تصدیق. حالا اگر من بخوام تصور رو از نظر فلسفی برای شما تعبیر بکنم و تصدیق، خودش کتابه. تصور و تصدیق ها رو میگن ادراک بدون استنباط رو، استنباط یعنی همون با قول انگلیسی ها میگوین تراپ، میر زدن، یعنی تحقیق عمیق، اون رو میگن نبته. نبته به زبان عربی نی و بی و تای دستدار میشود تحقیق خیلی زیاد، همون تراپ انگلیسی. استنباط میشود ارز کنم ادراکش، ادراک بدون استنباط رو شعور میگه. حالا چرا کسی که قریحه شعرگویی دارد، ما این رو خیلی صاحب کمالات فرض کنیم، مطلقا خداوند به ایشان یک قریحه ای داده است که میتواند کلام موزون بسازد. گاهی هم تا افراد عادی هم میتونن در یک سانحه ای، در یک حادثه ای بینی کلام موزونی بیان کردن، اون لحظه اون شده شاعر. بنده دست تمام افراد زیغریه رو میبوسم، یعنی کسی که خوب تار میزند، کسی که خوب نقاشی میکند، کسی که خوب عرض کنم که قریحه‌ای دارد در عرض کنم که کار بخصوصی، من جمله در شعرگویی. والله به خدا من معتقد هستم هر ایرانی که یک مختصر یک مقادیری با کتب سر و کار داشته باشه، گاهی طبع شعرش گل میکنه. اما آقای سربی عزیز، شعر در وقتی خوامیس به اصطلاح لغات عرب رو نگاه میکنید دربارش خیلی هم اتفاقا در خلاف شعوری که حضرت عالی به کار میبردن میبردید، میگه که اعظم و شعر اکذب او، قشنگترین شعرها کذب اوناست، یعنی قشنگی شعر در کذب بودن اونه. اعتقاد هم این شعر مغر رو کذب، شعر اصلا مغر کذب میدونن، خاطرتون باشه اینها تمام در بزرگترین قوامیس لغت اومده اینها. شما به این غزل معروف، البته ماشاءالله غزل یا حافظمون همش معروفه، اونجایی که میگوید یا مرسمن یا حاکی درجن من اللعالی یارب که در خور آمد گردش خط حلالی، همینطور میگه در توی این غزل. بعد میگوید که از چهار چیز مگذر گر زیرکی و عاقل. خوب توجه بفرمایید، از چهار چیز مگذر گر زیرکی و عاقل، امن و شراب بیغش، معشوق و جای خالی. شما این چهار تا فاکتور بذارید پیش هم ببینید چه معنایی میده. امن و شراب بیغش، معشوق و جای خالی. حالا اینو کی داره میگه؟ حافظی که میگوین عشق از رسد به فریاد ارسال خود، حافظ قرآن زبر بخوانی در 14 روایت. این نبوده حافظ،
این به اصطلاح کذبی رو که داره به کار میبره برای رسوندن یک معانی هست و در حال به اصطلاح حسب ظاهرش کذبی، یعنی ایشون نه دنبال امن عیش میگشت است و نه دنبال شراب میگشت است و نه دنبال معشوق میگشت است و نه جای خالی که شما به هر بیننده و شنونده میگیر که منظور این جمع. باز صدای شما قطع. خب الان خوب شد، بفرمایید. بله. این قربان مسائلی هستش که ما بایستی بدونیم. مطلقاً جسارتی خدای نخواسته کمگیری در مسئله شعر و شاعری نیست. اما جناب سربی عزیز، شما میرید در یک فروشگاهی یه جفت کفش میخواید بخرید، رنج کفش ما میگیریم بین 60 دلار 80 دلار، اگر کس درویش افتاده ای باشد از 5 دلار 10 دلار بگیر برو تا 1000 دلار مثلا. اگر کسی به شما بگوید آقا این جفت کفش 1000 دلار، خب حق دارید ناراحت بشید، واکنش لازمه رو به عمل بیارید. چرا؟ برای که بهایی به چیزی گفته است که آن بها را ندارد. هر چیزی رو باید بهای خود شو بدیم آقا. من همیشه دارم میگم آقا وقتی که بندر میخواییم بگید خیلی متشکرم اگر یک عنوانی میخواییم بدیم، اولا ندید، ثانیا زیر مسائل رسمی که بنده برای دوستان بزرگوار خیلی چیزم اعلام میکنم خیلی راحت میبینستم آقا نقیر کمتر از قطمیر، خیلی کوچکتر از اونی که واقعا اصلا دلیل عجب انسان، دلیل خودپسندی انسان، غایت نادانی نسبت به ذات خودش هست و به قوت خالقش. حالا خالقش هر چی میخواد باشه کار نداره، این از ذات ماست که اینطور فکر بکنیم. شاعر قابل احترام، احساس خاصی دارد، غریحه‌ای دارد، ولی خواهش میکنم این رو مترادف با عالم و دانشمند نگیرید مطلقا. مورخ و تاریخ خوب و تاریخگان عالم نیست، چون عالم چون در بیان تاریخ شما نه تصوری دارید نه تصدیری. زمانی که یک عالم علم فیزیک میگوید آقا ساختمان اتم به این شکل است، هسته ای دارد، نمیدونم الکترونی دارد، پروتونی، پوزیترونی، همینطور میگن، اینها ابتداعا تصوراتی کردن و بعد با زحمت خودشون تصدیقاتی دادن. آخر یک کسی که میره آقا کتاب رو میخونه، داستان مثال میزنم فتوحات نادرشاه جد بزرگ ما رو میدونه، میاد نقل میکنه. این کارها رو آقا در قهوه‌خانه میکردن، خدا بیامرزه مرحوم فروزانفر میگه آقا ادبیات فردوسی، فردوسی هم شهری ما دیگه، کسی که نمیدونه از ما متأثر تر باشه، ادبیات قهوه خانه ایست، ادبیات سعدی است، ادبیات حافظ است که ادبیات سازمان مللی و ادبیات ادبی است، ادبیات پرورشی است، سیاسی است. اگر هم میبینید در این بر دنیا های شاهنامه های فردوسی چه گفتن براش، ولی ما مخلص جناب فردوسی و فردوسی خانان هستیم. اما یادتون باشه آقای سربی، چون شاه و شاهبازی و شاهپرستی صحبت ها میخوان بگن، هی لیلی در لالای فردوسی میگذارن. این ادبیات قهوه خانه ایست. آقا شاعر کسیست که فقط غریبه ای دارد شعری میگوید. مرتبت علمی و دانشمندی سعدی به حافظ هیچ طرف مقابل با فردوسی نیست. سعدی و حافظ توانستن زبان فارسی رو نگه دارن، مرحوم فردوسی زبان فارسی رو از حمله عرب تا حدودی مسون داشت. اما قربان حمله مغول به مراتب دهشت آورتر بود از حمله عرب. همین سعدی و حافظی که تونستن با اون شیرین زبانی، با اون آهنگین کلامی که داشتن، با اون معرفتی که داشتن، خدا بیامرزه امینیر شاه رو، همشون رو شاهد زندن در این مورد هستش. آقای امینی میگو اگه شاه دکتر امینی یک بار این گلستان رو به جان دل میخوان، این روزگار به سرش نمیومد. آقا سعدی اندیشمند فیلسوف، ولی کلام آهنگ، کلام زیبا و موزونی دارد که خب البته بهش هم میگن شاعر. حالا از همه این حرفا بگذاریم برای ختم این موضوع، به عرضتون برسونم جناب آقای سربی،
به اضافه این که این روایات و مسائل رو بنده از کتاب‌های لغت عرض کردم و معانی که خود بنده به اصطلاح آموخته‌ام به عرضتون رسوندم، برگردیم به یک سند بسیار مهمی که بیش از 2 میلیارد یا 1.7 میلیارد جمعیت دنیا دوستش دارن، اطاعت دارن، یعنی قرآن کریم محکمات. شما سوره مبارکه شعرا رو باز کنید، 4 سوره آخرش از 224، 4 آیه آخرش 224 تا 227 میگوید از شعرا یتبعهم الغاوون، شاعران رهبران گمراهانند و گمراهانشون، گمراهان تبعیت دارن. خواهش میکنم دوستان عزیز خصوصا به همین چند لحظه توجه بفرمایید چون نتیجه مهمی باید گرفته بشه. میگوید از شعرا یتبعهم الغاوون، خیلی خوب، الم تر انهم فی کل وادی یهیمون، نمیبینی که در همه هیتا و در همه وادی ها سرگشته و حیرانه، و انهم یقولون ما لا یفعلون، و چیزهایی میگوین که ابدا خودشون عمل نمی کنن. تا اینجا الان ممکنه حتی خود آقای سربی بگه پس ای بابا یه افشار یا این ازم دونت رحمدی یا دیگرهایی که میگن آقا سعدی نوزن به الله پیغمبر است، بلسته پس چطور این در این قرآن که اینو آها در آن آیه آخر میگوید الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و ذکروا الله کثیرا، بجز آن کسان که عمل درست دارن، فهم درست دارن، در جهت درست عمل میکنن و ذکر خدا را هم میگوین. ذکر خدا باید آقایان خانم ها ندنیم فورا به یک دین بخصوصی، در هر دینی در هر اعتقادی که داریم به یک خالق. این است که ما میگوییم آقا آب و نان از دهان بیفتد فرمایشات و حکمت سعدی از یاد نرود، اینا سازنده بشریت هست. به این دلیل، نه برای که خیلی قشنگ شعر میگه، بنده هم خیلی وقتا شده رباعیات خیلی قشنگی تونستم بگم که حمله بر خودستایی نشود، به هر حال میگیم آقا ساقی از آن شراب که دوشین به جام کرد، با بیدلان یک دله و جد دمام کرد، نازم به کوی عشق که هر کو قدم نهاد، ترک کلاه و منصب و جاه و مقام کرد. خب قشنگه، ولی بنده چون کار همیشه این نیست، شاعر نیستیم. گاهی شما هم حتما به یک شرایطی یک وقتی انسان سر ذوق میاد شعر میگه. شاعر محترم اما دلیلی به حکم این که شاعر است فکر کنن خیلی الست و چلست و پلست مطلقا. یک آقای هستش که این بردم بودون میجن آقای بادکوبهی میگه آقا خدا رو شاهد میگیرم، جلسه بود همینطور در تلویزیون استطرادن نگاه میکردم، من وقتی میخوام بیام تو این جلسه هم مثلا اینجای شعر بود 100 نفرم فرض کنم که افراد مشابه خود بنده پیرتن و عرضم بود فلان نشستم که خدا شاهده من وصیت هم را میکنم وقتی میام. این نقل به مضمون حالی که شد چیز دیگه، ولی منظور اینه کنی خودش را در خطر میبیند. آقا یک آدم مسلمان، یک آدم معتقد، یک آدم حسابی باید همیشه قربون وصیتش تو جیبش باشه. این اولا. ثانیا برای چی آخه شما این حرف میزنید که چی؟ که شعر میگین؟ آقا برادر عزیز کفش بین 100 دلار تا 800 دلار نه 300 هزار دلار باها رو به اندازه خودش بدید. بنده دست همه خادمی به ادب فارسی، به شعر و شعور و انسانیت انسانها بوسه میزنم. بسیار هم قدرشون رو میدونیم، از حلقساز ماهر و صادق تا معلم ارزم به حضورتون برزیده و صادق و درستکار و شاعر خوب و درستکار که شما، من اتفاقا چون اون روز شما نام هم بردید بعد دیدم در این یوتیوباتون هم گذاشتین نظر خواهی کردین به خانمی هستش به نام هیلا صدیقی چی؟ بله بله هیلا صدیقی. من هیلا صدیقی، ایشون اولا
به سن و سال دختر خود من هستش. خدا انشالله زندگیشون موفق داشته باشه، خوشبخت باشن و چقدر اتفاقا جای دخترم ایشون رو دوست دارم، برای که تحجیب لازمه خانمانه، اون حجاب مبقرانه زن که میگه آقا اگر بدنی من دارم و به کسی یا علی گفتم و باید با اون باشم فقط مال اونه، البته متقابلا اون مرتبه همونطور باشه، من خیلی اتفاقا بیشون بیش از اندازه احترام میگذارم، خیلی هم دوستش دارم، به لحاظ این که بسیار بسیار موقر، بسیار زیبا، بسیار با یک حجاب خیلی خیلی قشنگ و مدرن و ضمناً قابل قبول جماعتی هم که به هر حال قدری اعتقادات داشته باشن ایشون ظاهر میشن، خیلی هم خوب، خیلی هم. اما اینه که الان در همین موقعیت اینها میرن در اینان رو بعدتر میگن، من جای دخترم ازش خواهش میکنم آقا نکنید این کارها رو، یعنی دستمایه بعدی از افراد نشین. نزدیک انتخابات یک عده اینجا کارچاخونای اجتماعی هستن، خانمی هستش که نمیدونم مرد یا زنه، چی بودش ایشون؟ خانم شیرین عبادی. خانم کی؟ شیرین عبادی. شیرین عبادی که به آقای خاتون کار نداریم، میگن چی سن هم گرفته است و نمیدونم این صحبت ها. ایشون کارشون چیه؟ میگن حقوق دار. کدام حقوق؟ حقوقی که نه از تاج خبرمند و نه از تاج کدار، یک شاهی بود و یک قوانین آن زمانی بود، ایشون حقوقدان اون زمان بودن. آقا والله شهد الله، این خانم عبادی اگر جوابی دارید به بنده بدید، خواهر خانه‌دار بنده هم که دیپلم گرفته، اگر از شما بیشتر اطلاعات نداشته باشه کمتر نداره. دست‌های غیبی و این میکروفون ها اینا شما رو انداخته جلو، تصور میکنید خبری است مطلقا. اینا آقا کارچاخونن، اینها میگن آقا 4 روز برو تو زندان، بعد بعد یک ویزا میگیریم از انجمن قلم، انجمن نمیدونم ماهیتابه، انجمن فلان، برات یک جایزه میفرستیم و یاری دیگه برات ویزا صادر میکنیم، آقای ایکس از زندان آمدی بیرون میاریم خارج. اینها مسائل سیاسی است اصلا، یعنی بازی های سیاسی نمیگیم، سیاست هم احترام خاص خودش رو داره، بازی هاییست که بازی خوردگان این کارها رو میکنن، اونها هم کاری بهشون نداریم و در کارشون خوش باشن، ولی برای مسئله اینه که این شاهد میره به زندان و اینجور، نه آقا من زندان هم اونقدر مهم نیست، اینا اون فایده های مشروع نامشروعی که بعد از اون چند روز زندان میبرن اصلا قابل قیاس نیست. بد نیست برسون پرسنل های سال بیرده 23-24 سال قبلی که از دوستان سمیمن خیلی از نقطه نظر امکانات مالی هم در پرانتو برجسته بود، ایشون یه روز اومد به دفتر من گفت فلان یک مشکلی، گفتم چی شده؟ گفت خانمم مهین گفته من میخوام برم زندان. اصلا شک شدم که یعنی چی این؟ گفتم مهین درست تو فکر من عقل سر گفته آره والا. یک کم هم موقع توی همین کاره اجتماعی نام گفت میخوام این زمینه رو من حس کنم، منم برای که چون به هر حال ایشون به اصطلاح خود ما و واقعا هم زنزلیل بود و میدونستم ایشون کار خود چی میکنه کما این که کم، گفت با لویرا سوال کن ببین به چه راهی میشود، چند روزی رفت در اونجا یک ماه دو ماهی که بی خطر هم باشه، چون میخوام این تجربه را آموخته باشه. گفتم آقا ایرادی نداره، لنین هم کتابش تو زندان نمیشه، هیتلر هم تو زندان نمیشه، خیلی هم ولی کشارهای با هرم خیلی چیزاش رو در زندانه، زیاد چی نکن. والله آقای سربی اگر یک دهم این مطالبی که این آقایون میان با فضاسازی شاعرانشون صحبت میکنن اگر در خیلی از کشورهای دیگه بگن، اینا اصلا معلوم نیست چه کارشون خواهند کرد، میرن 5 روز 10 روز بعدم میان بیرون. همین چند روزای قبل برای که به این موضوع بنده به اصطلاح خاتمه هم داده باشم، آقای دیگری هم هستن به نام آقای عالی زبان، چی؟ عالی پیام. عالی بیان. ایشون آقا توجه بفرمایید اومده در اونجا توی یک مجمعی، حالا 200 نفر 100 نفر شخص هم نشستن، میگه من نمیدانم شما تاریخ خوندید میدونید یا نمیدونید. خب خود این یک بار منفی داره، یک معنایی داره، خب ولی بدانید بعد از صحبتی که کردن 6 ماه تمام حمام‌های هرات با سوختن کاغذ کتاب ها گرم شد.
آقای آخر ببینید تا 2300 سال قبل اصلا میگفتن چاپ سنگی هندوستان، اینا چوب و پوست و برون پدر بزرگ خود ما میگو ما با لوح کار میکردیم، ملک و شعرها معلمش بوده بود در مشهد، لوح کاغذ چیزی بود مینوشتن با زغال میمو این حرفا پاک میکردن دوباره مینوشتن. برادر من کجا آخر اون زمان اونقدر کاغذ و کتاب بوده که شش ماه حمام های هرات اون زمان بخواد با کاغذ گرم شده؟ آخه اینا چه واقعا همین که میگن شعر مقر رو کس با کنم دیدین یک وقتی کسی که خیلی پرت و پلا میگن با شعر رو بر نگو، این همونه دیگه، این استناده با شعر نگوی افر بنداز دور. شش ماه الان اگر تمام کتاب ها و کاغذ های موجود در اونتاریو بزرگترین استان کانادا رو که مهد کاغذ سازی دنیا والله قسم میکنم اگر اون حمام ها رو با اون تونتاف های قدیم بخوان با کاغذ های موجود در اونتاریو شش ماه گرم میکنن کاغذ گرم میارن. آخر ببینید اگر واقعا میگن از شعرها یک طب آمد قاهون بی خود نمیگن آقا، مگر اینی که فاضل باشن، مگر این که اندیشمند و درستگاه و درست گفتار باشن، اونجاست که انسان میگه اینجا قرآنه اینجا هم سعدیه. سعدی و حافظ توانستن زبان فارسی رو از بعد از مغول حفظ کنن، اگر نه هزاران هزار الان ما لغت ایغوری و مغولی داریم. اگر این کتاب ها نبود که تمام خانواده ها به اصطلاح مسئول نوشتار و گفتار سعدی بودن که یک کتاب سعدی حافظ داشتن قرآن کریم، ابدا فردوسی اینطور نبود. در صد تا خونه یک دونه فردوسی نداشتن، فردوسی تمام در توی قهوه خانه ها به صورت نقال و تبال و این حرفا گفته میشد، تلویزیون که نبود، رادیو که نبود، مردم که بنده افرادی که می نشینن و فقط میگوین یک آقای بود، حالا نمیدونم مجادم اسم برم یا نه، نقل قول خود جناب عالی، بله بله آقای من از شما سوال کردم، فرمودید آقا این آقای کیه؟ ناصر انقصار، ناصر انقطاع. این گفته من میام صحبت میکنم به شرط که دو چیز را نگید، دین و سیاست. لا اله الا الله. آقا دین و سیاست از ارکان است. من چه دو ساله با سیاست وارده که چطور خودشو دوست کنه؟ سیاست علم بهترین راه کسب حصول مقصودی. بچه میدونه چطور خودشو رو دامن مامان یا بابا لوس کنه که بتونه چیز که میخواد قاقالیری که میخواد به دست بیاره. آخه شما چطور به این مرد برنامه گذار میگید آقا از سیاست و از نمیدونم دین با من هر روزه که هر دوی اینها شالوده های اساسی امروزه؟ میگه آقا فقط بشینین ما نقل بگیم شما هم گوش کنین بعدم بگیم ببه. نه آقا جون اینطور نیست جان من، اصلا هر کسی باید کار خودشو بکنه. جناب آقای ناصر انقطاع چرا هر چی شما وعده این عرایض بنده جناب آقای سربی سوالی امری داشتید بنده در خدمتم در هر موردی. خب اگر ندانم که خیلی چیزها هم انسان نمیدونه، نسبت جهل انسان به علمش بالای یک رو ده به قوه 17 است، هیچی نمیدونه انسان. خب میگم آقا من اینو نمیدونم، جاهلم. خب اگرم دانستم به قدر دانسته هم بیان میکنم، چرا ممنون کنم کسی رو؟ از دین میخواید بپرسید، از سیاست میخواید بپرسید، انتخابات میخواید بپرسید، آنقدر هم مطالعه کرده این که از این آقایون قابدار، حالا باز اینو گفتم ارزم به حضورتون که خدا رحمت کنه همه رفتگان شما و تمام بینندگان و مادر ما رو رحمتش بکنن، ایشون میگفت فلانی قاب داره. قاب چیه باز؟ ما دیدیم در حدود سال 32-33 بود که دولت ایران وزارت آموزش پرورش و فرهنگ اون زمانش یک چیزی در کلاس 4 ابتدایی درست میکرد به نام شهادت نامه پایان تحصیلات 4 ابتدایی. نمیدونم شما به زمان شما نه اون قبل از ما بوده، نه مال شما نه قبل در نه نبایدن باشی. این آقای گنجی وزیر آموزش پرورش و یادش باشه خودش کلاس 4 ابتدایی میگفتن شهادت. ما یادمون یک جمعه آخر ما همیشه ما روزه زنانه مفصلی داشتیم. ما کلاس 4 که تموم کردیم دو تا شیشه رو میگذاشتن رو هم، اون مدرک هم میگذاشتن لای اون، دورش هم با چسبای سیاه میبستن.
این والده ای رو میگرفت آقا توی همون روزه میگفت کازم آقا امروز چندین برادر بودیم ما همه شون ماشاءالله بزرگتر ما بچه کوچیکتر میگفت کازم آقا هم قاب داره قاب داره چیه هیچ یعنی کلاس چهار ابتدایی ما تموم کردیم آقا این قاب کلاس چهار ابتدایی میدادن ششم ابتدایی میدادن دوازده میدادن سه سال چهار سال لیسانس میدن دکتر آقا قاب رو بشکنید شما رو به خدا بشکنید این همیشه من با آقای نصر احمدی این بحث میگم آقا ولش کن این قابا رو تا مرد سخن نگفته باشد ای به هنرش نهفته باشد پسته بی مرد چون سر با کنند رسوا شود من چه کار دارم که این بابا دکتره این بابا چی چیک گرفته آقای میلانی خدا انشالله یا مرزد مرحوم آیت الله میلانی بنده از دستمیسان ایشان بوده خب همه افراد محترم اما اینطور نیست که عرض کردم به شما کفشی که از 80 دلار هست تا عرض کنم که 600 دلار ما بگیم 40,000 دلار هر کس آقا نقلی میدانن اینا تاریخ خوندن چیزی خوندن دستهای غیبی هم فشار میدهد یک چیزهایی هم در پیش میاد خب به هر حال خصوصا برای خارج همیشه جناب سروی من برای این جریان خارج خاطرم میاد از شعر حضرت مولانا میفرماید آن شغالت رفت اندر خم رنگ اندر آن خم کرد چند لحظه درنگ پس برون شد پوستش رنگین شده چین منم طاووس علیین شده ما شاء الله ما شاء الله همه طاووس علیین شدن اینجا معلم ورزش بابا آمده اینجا ده تا کتاب نقل خونده میگه آقا بنده مورخم زباندانم اصلا عرب زبان نیست عجم نمیدونم فارسی الچل بابا ول کنید قدری به طرف هم جواب اجازه بدید صحبت های معقول بکنید مباحثه کنید بگذارید نظر بدن تا به اشتباهات ببینید چقدر در این خط هم که ادعا دارید عقبید آقا کاظم افشارها معلم ریاضی آخرین شغل بنده معاونت یونسکو ایران بود آقای دکتر شریعت مداری بود دکتر فاضل بود اینا همه سندها و مدرکها و استناداتش هست اما بنده خودم رو یک نفر آدمی میدانند که بسیار کتاب مطالعه کرده دوستانی هم که میشناسن میدونن اصلا هم اعتنا به قاب ندارم قابا رو ولش کنین خصوصا از زمانی که اصلا شده جریان پول و پول دروی و عرضم به حضورتون که دکان دستگاه هایی که تحت عنوان وزارت آموزش و پرورش وزارت علوم احفاد کشورها درست کردن که انشالله اگر این وقت باز مجدد جناب سربی فرصتی باشد چون رشته اصلی من در مسائل آموزش و پرورشی هستش و تحقیق در این مسائل به عرضتون برسن که تا چه حد شبیه استعماری است این قابسازی به این مدرج کردن علوم و مدارک با قول مرحوم مادرمون قابسازی مطلقا فریبی این حرفا رو نمی خوریم شعرا تاج سر ما امیدوار هستیم که همیشه از شعور زیادتر از حد معمول هم برخوردار باشن خدا این موهبت رو بهشون بکنن اما قدری آقا ملایمتر و آرامتر پیش بریم نگیم شش ماه حمام‌های حرات رو با کاغذ گرم می‌کردن با سوختن کاغذ تازه جلوتر مرسیم نمی‌دانیم تاریخ آقا تاریخ همه خوندن جانم نقل است این نقل رو سینه به سینه گفتاری میگن برحال چون اون روز حضرت عالی مترادف کردید شاعر رو با شعور زیادی چون هر کسی شعور داره بر که بحث نداریم و هر موجودی هر چیزی کلاق هم زادت چار رو میتونه به راحت شمارش کنه ببینید اون ما کار نداریم ولی مترادف کردن این مثلا این همچین با هم چیدن این که بگیم آقا این شاعر شعورمندان یعنی سرکرده ابدا اینطور مطلقا بسیار بسیار عادی تر از اونه هستن که فکر میکنید و عرضم به حضورتون البته خیلی از ما بالاتر اصلا قابل مقایسه نیستن از دیگرانی که نمیتوانن شعر بگویند ما هم قبول داریم ولی که در همون حد و مرتبت شعرگویی یعنی کلام آهنگین سرودن دلیل بر علم و فضل و کمالات و جدیت های اضافی نخواهد بود.
حرف در این مورد بسیار داره. وقت رو جناب سربی نمیدونم چند اندازه باقی میمونه بله. و ضمناً مایل هستن که حضرت عالی اگر موضوع اجتماعی، سیاسی، مذهبی چیزی هم به نظر حضرت عالی میرسه برای که من متکلم وقته نشده باشم فقط حرف زده باشم، اگر فرمایشی هست بفرمید در باقی مانده وقت پاسخگویی کنیم، بحث کنیم روش، صحبت کنیم، اگر نه باز هم ادامه این مسائل رو که حرف ناگفتنی هنوز بسیار باقی مانده است بردتون برسونم. بسیار ممنونم. چون شما گفتید که هر سوال و پرسشی باشه ما میتونیم بپرسیم، من اول میخوام با یک گله به اصطلاح آغاز کنم این ما تو دمزه هر چی میخوایی بپرد. چشم. بله، این که دلیل این که شما اشاره کردید افرادی هستن توی تلویزیون ها هر چیزی رو غلط و غلوط رو میگن، بعدم میگن این غلط مصطلح و ازش میگذرن، خود منم این کارو زیاد میکنم، اینه که افراد دانایی مثل شما حقیقتا خودشون رو موظف نمیدونن بیان این کار رو انجام بدن و این خلأ وقتی ایجاد میشه یه نفر دیگه پر میکنه. این یک. دومی که آقای مصطفی زاده از هلند تشکر کردم، من برای شما فرستادم اون زیر اسکایپ، نوشتن که جناب سربی سلام، بی نهایت در رابطه با دعوت از جناب افشارها متشکرم، خیلی خوشحالم که امروز این ارتباط برقرار شد. در رابطه با زمان، چون من امروز مهمانی دارم و میخوایم با ایشون در رابطه با انتخابات صحبت کنیم، همینجا چون به مردمم گفتم که من از آقای افشارها خواهش کردم پشت خط وقتی تلفنی صحبت میکردیم که ایشون بیان هفتگی، روزانه، ماهانه، دو هفته یه بار، نیم ساعت، یه ساعت، هر چقدر که خسته نمیشن صحبت کنن و لازم نیست ما از شما بخوایم در چه موردی. شما همین که امروز گفتید بابا این فردوسی نه دانشمند بوده نه چیز بوده و سعدی و حافظ بودن، واقعا منو منقلب کردی. چون من سالهاست دارم از همین افراد، از همین آقای انقطاع، از همین آقای هومر آبرامیان، بله میپرسم که آقا شما بیا به من بگو ببینم، منی که تو شیراز بودم، جد من توی استان فارس بوده، این شاهنامه آقای فردوسی در طوس که ایشون حقوق گرفته چاپ کرده، چاپم نبوده، چه جوری منو نجات داده، عجم زنده کرده؟ همونی که شما گفتید آقای انقطاع میاد میگه من میام به شرطی که شما از دین، منظورش بهائیته، از دین و از سیاست صحبت نکنید، بعد میکروفون رو میگیره دستش فقط تبلیغ میکنه هم... بله همون چیزا رو دوباره. تا امروز یکیشون حاضر نشده بیاد به من بگه که بله همون سال اولی که اومدن کتابای شما رو بردن هرات، حمام رو گرم کردن، پدر شما شب مثل بلبل عربی صحبت کرد، فردا صبح آقای فردوسی این کتابا رو چاپ کرد، آقای محمود غزنوی هم 1,000,000 نسخه چاپ کرد، با فدکس فرستادن یه نسخهش دم خونه شما، بابا تا اینو دید دوباره شروع کرد فارسی صحبت کردن. خب بابا یه سوال به این سادگی رو این قابدارا نمیتونن. بله بفهم. شاید آقای سربی اگر سعدی و حافظ دهندورگان اونها نبودن، باور بفرمایید هجوم لغات ایغوری و مغولی به کل شیر فارسی رو میزد. الو دارم گوش میدم، بفرمایید. باور بفرمایید این رو، سعدی و حافظ آنقدر مردم ایران رو مجذوب خودشون کردن که به هر خونه این، حتی من در دهات این رو تعریف کردم، میرفتیم میدین قرآن اونجاست، سعدی اونجاست، حافظ اونجاست، فردوسی مطلقا آقا کتاب خونه، خونه پدری خود بنده کلی هردن، چه یه فردوسی هم اونجا دیجر سعدی داشتیم. تازه شما مشهدی هم هستید نزدیک. عرض میکنم هیچ کس نمیتونه دیگه ایران انقطاع منقطاع و اینا آبرهامیانی که صحبت هم بره، ما آقا اصلا خالص و خلص مال توس و مشهد دم شده را چاکر آقای فردوسی هم هستیم، ولی یادتون باشه سعدی رند جهان گشته ای که اصلا گوهر میباره از مغز و فکر این شخص، امینی آدمی که به یک شاه یک دور کامل خونده بود به نفس دل، واقعا این روزگار خبیث به سر خودش و مردم و زندگی نیمه، شما بخوانید این جریان را
گفتار بسیار است، ولی چون حضرت عالی فرمودید عزیز دیگری میخواد با شما صحبت داشته باشد، من خیلی عرض کنم خوشحال شدم از این موضوع در دوستان بیننده و شنوندگان عزیزمون، فقط تبریک سال نو بدانند در اینجا. انشاءالله امیدوار هستیم شرایطی باشه که بیش از پیش در خدمتتون باشیم. و فقط آقای سربی یک خواهش من از بیننده ها دارم، اگر ایمیلی میخوان دارم، اگر تلفنی میخوان دارم، همه چی و در خدمتشون هم خواهم بود. سوالی بود، امری بود، فحشی بود، تا اون اندازه ای که به زنده هامون باشه مخلصشونم هستیم، به مرده کار نداشته باشن، بیان اونقدر هم اون فحاشی رو انجام بدهن که منی که تقریبا از نظر قلبی هم مسئله دارم زیاد شوکه نشیم. بنابراین اگر پیشنهاد دارن، امریه دارن، فرمایش دارن، از کنم پرسش، بنده که قابل نیستم، پرسش داشته باشن، من در خدمتشون هستم. تلفن کافیست، فقط بنویسن عرضم بودتون کاظم افشارها، میاد همه چیزم کامل الان تلفن ها ایمیل و همه طور در خدمتشون خواهیم بود. آرزوی بهترین ها رو دارم برای همزبانان، هموطنان و عزیزان بیننده و شنونده از شخص حضرت عالی که امکانات رو در همین حد زیبا فراهم کرد. من از شما ممنونم، آخر هفته خوبی براتون آرزو میکنم، به امید دیدارتون، امیدوارم در هفته‌های آینده. من خواهش میکنم برای تقویت این به اصطلاح شما دایا تو شاهدی، این بنده خدا اصلا یک هزار من در مورد پول صحبتی نمیکنه، اما ای دوستان اگر واقعا دلتون میخواد که یک مبارزه‌ای با به اصطلاح افرادی که مغرضانه تلفن و از میخوام میکروفون دارن تو دست های غیبی اونا رو فشار میدن، یک جای خالص و مخلصی پیدا باشد، افرادی بیان بی‌غرض صحبتی بکنن، وقتم راحت بتونه باشو صحبت بکنید، اینها رو پادار کنید، یک کمی حمایت کنید به قدری که میتوانیم و بتونه. بعد آقای سربی بنده که ناچیدم هیچ از بزرگان دیگری دعوت بگیره، بدون این که بگه آقا 50 دلار بده 40 دلار بده، بیان و مستفیض کنن تا بعد فارسی زبان نگوید گاهن، بگه بابا جان گاه فارسی قربون تنبیه ندار بالاش، گه گاه گاهی، همین حد اقل ها رو به هم بگیم خیلی خودش مفید خواهد بود. بسیار ممنونم از شما، خیلی هم خوشحال شدم گفتار جناب عالی و عرضم بود برنامه که امروز ایجاد کردید که من بتونم سلام بستم. ممنونم از شما، به امید دیدارتون. قربانتون بشم، خیلی متشکرم، خدا نگهدار. بله دوستان عزیز، با آقای کاظم افشارها بودیم از کانادا و ایشون همونجوری که گفتن میتونید نظراتتون رو باهاشون در میان بذارید. بعد از صحبت کردن با ایشون آدم حالا یکم میترسه صحبت کنه، میگه نکنه این کلمه رو که میگم حالا به جای گهگاه یا گاهی بگم گاهن. در هر صورت همینه، خواندنی ها کم نیست، من و تو کم خواندیم، گفتنی ها کم نیست، من و تو کم گفتیم. در رابطه با اینکه آقای بذارید من ببینم ممکن است برنامه تلویزیونی من تا اوکی بهتر، آها من مهمان برنامه الان که آمدم روی چیز، ایشون نوشته من میتونم به جای 3:15 به وقت نیویورک در خدمت باشم، خوشحال میشیم. مرسی، اینجوری هم من یه فرصتی دارم بیشتر صحبت کنم. در رابطه با این که آقای افشارها لطف میکنن و میگن که هر کسی میتونه کمک کنین تا افراد بیشتر و بهتری، احتمالاً بیشتر یعنی بهتر بیاریم، ازشون ممنونم. ولی بذارید براتون یه ماجرایی رو بگم که یه نفر دیروز برای من یک ایمیلی رو فرستاده بود که آقا شما این فلان تلویزیون رو در انگلستان میشناسید؟ گفتم نه والا، انقدر این روزا تلویزیون ها زیاده و شما فکر نکنید، شماهایی که تلویزیون ندارید دوست دارید بزنید همینجوری دور بزنید. دقیقا براتون بگم، کسی که ماشین نداره ماشین سواری رو به عنوان تفریح هم دوست داره، ولی کسی که شغلش رانندگیه اگه میخواد تفریح کنه چیکار میکنه؟ ماشین رو پارک میکنه میاد میشین زیر درخت. ما چون تو این تلویزیون از صبح تا از هستیم زیر این نور و صدا و اینها، اگر یه فرصتی گیرمون بیاد
حالا یا راه میریم یا ورزش میکنیم یا مشروب میخوریم یا چای میخوریم، یک کار دیگه ای میکنیم به غیر از تلویزیون. و نه نمیشناسم کیه ایشون. گفت اتفاقا فامیلش هم با فامیل شما نزدیکه، دیدم گهگاه شما رو با اون اسم صدا میزنن و اینها. بعد نگاه کن توی این دقیقه مثلا فلان ببین چی گفته. ما آمدیمون نگاه کردیم، دیدیم که این آقا که حالا بعد من وقتی که با چند نفر از دوستان تماس گرفتم گفتن آقا این آقا هم معتاده، هم یه مدتی دنبال مجاهده بوده، هم یه مدتی با آقای نوریزاده بوده، حالا از دست نوریزاده شاکیه چون نوریزاده تلویزیون را انداخته اینو را نمیده، و این آقا یه جوری حقیقتا مثل حق و سکوت میگیره. ما گفتیم خب بذارید ما با این آقا زنگ بزنیم، چون یه همچین اسمی دو سه سال پیش با من تماس گرفته بود که آقا ما میخوایم با تلویزیون شما برنامه داشته باشیم چجوریه. و چقدر من خوشحالم این چیزی رو که این بیژن سال 2008 درست کرد برای ما، این لیستی رو که ما نوشته بودیم، بیژن از هلند درست کرد که عکس یک خانومی رو نشون میده و قیمتها و به اصطلاح سرویسی رو که تلویزیون مردم در اختیار شما میذاره. ما چون بلد نیستیم از سال 2006 و 2008 این نرخ‌ها رو تغییر ندادیم. حالا این آقا اومده از بیکاری، از بی‌برنامگی آمده پیله کرده به این، پیله کرده به این، پیله کرده به اون. ولی تو لیست وقتی شما نگاه میکنید میبینید ایشون شمشیرش رو از رو بسته برای اونهایی که مخالفین مجاهدین رو به اصطلاح میذارن صحبت کنه. اگه دیده باشید چندین برنامه این آقای نوریزاده آقای داوود ارشد رو دعوت کرده، به همین خاطر شمشیر ایشون الان روی نوریزاده است. من با نوریزاده دل خوشی ندارم، ولی شمایی که تعریف میکنید این آقا دزد چاپلوس دروغگوه و خودتونم میگید باش کار میکردید، حالا که با شما دزدی نمیکنه، شریک دزد نیستید، آمدید دزد رو گزارش میدید. لیستی که گذاشتن جلوشون، اولا بذارید من ماجرا رو بگم. من شماره تلفن رو از روی ویدیو ایشون برداشتم زنگ زدم، اصلا نمیدونستم این شماره مال انگلستانه، ولی چون نوشته بود تلویزیون انگلستان ما زنگ زدیم و یه آقای گوشی رو برداشت. ببینید دوستان، ببینید اینا توی رادیو تلویزیونای ما کار میکنن. این خانم مینو ثقفی میگه سوربی مواد سفید شد، حرف منو گوش ندادی، الان دیگه مواد ریخ. تا کی میخوای راجع به پیامگیر، راجع به تلفن، راجع به استفاده صحیحش به مردم صحبت کنی؟ اگه به خدا باور دارید امروز صبح داداش من به من زنگ زده، تا صحبت کردم میگه من داداشتم و شماره تلفنم عوض شده. گفتم شاید تلفنم رو نشناسی. گفتم نه من باشم به همه جواب. داداش من که به من زنگ میزنه میگه من داداشتم. دوستی آمده بود زنگ زده بود پیغام گذاشته بود که آقا، حالا همشهریم هم هست، امیدوارم ناراحت نشه، چون خودش بعد گفت من برای که یه کمی اذیتت کنم این کار کردم. آقا من سه شنبه زور اگر تو شهر شما باشم شما به من نهار میدی؟ گفتم چشم، اگه یه روز باشه شما مهمون منی، ولی اگه گفتی چهارشنبه هم هستم اون وقت خطرناک میشه، چهارشنبه اون وقت تو باید منو مهمون کنی. ولی چشم اگه سن. ولی حالا شما کی هستی اصلا؟ گفت من فلانی هم. گفتم والا الانم که اسم تو گفتی مشکل زیادتر شد، چون من چندین نفر رو با این فامیل میشناسم، فامیل بزرگی هستن از شیراز. و کدومش هستی؟ گفت فلانی. گفتم ای خدا خفت نکنه تا خودم خفت کنم، حالا فهمیدم کی هستی. خب چرا اول نمیگی من اینم اینم که به من کمک کنی منم با ترس لرز با اکراه زنگ نزنم؟ گفت میخواستم یکم اذیتت کنم چون میدونم اخلاق دیدی. حالا ببینید من زنگ زدم به یه رادیو تلویزیون ایرانی که ادعا میکنه 28 سال کار ژورنالیستیه، کار ژورنالیستی، خبرنگاری، گزارشگری، هر چی شما بگی. یه آقای گوشی رو برداشته، خیلی آقای خوبی هم بود، بعد که باش صحبت کردم میگم آقای ایکس، میگه بفرمایی. صحبت که میکنم میگه نه من آقای ایکس نیستم. میگم آقا من از شما پرسیدم آقای ایکس، شما گفتی بفرمایی.
گفت نه دیگه، چون ایشون هم اینجا هست و این دفتر ایشونه. من گفتم بفرمایید. گفتم عزیز من صبر کن، ما اینجا، من خودم اینجا دفتر بیمه داشتم، American Insurance Agency، اگه یکی زنگ بزنه بگه شرکت بیمه، اون خانم یا آقا جواب میده بله، ولی اگه یکی گفت آقای سوربی، من نمیگم من میگم چون سوربی هم. اون طرف نمیگه بفرمایید، بعد که صحبت کرد گفت آقا قصت عقب افتاده، بگی من سوربی نیستم. چی میخوان یاد بگیرین؟ ایشون هم فامیلش با سین شروع میشه، میگم امروز همه این سین و سین و اینا افتادیم به جون هم. خلاصه بعد میگه که حالا گفتم خب پس شما لطف کنید به ایشون بگید که با من تماس بگیره. و در چه رابطه ایه؟ گفتم که یه فیلمی ایشون گذاشته، آمده اسامی تلویزیون ها رو نوشته و نوشته اینها زیر نظر دولت آمریکا و انگلیس هستند، اینها زیر نظر آخونده هستند و ما میخوایم ببینیم پولشون رو از کجا آورده. اگر یه نفر یک ذره عقل داشته باشه، اگر میخواد ببینیم مثلا مکدونالد پولش از کجا میاره، میره تو فروشگاه مکدونالد نگاه میکنه، میره مکدونالد نوشته همبرگر $2، این روزا چقدر هم گرون شده، نمیدونم نوشابه $1.50، نمیدونم 10 تاشو که بخرید 4 تام بهت مجانی میدن. خب اینی که دید میگه بابا این همبرگر میفروشه، قیمتش هم اینجا نوشته. ولی میاد بیرون، میره یه رستورانی، میبینی یه رستورانی مشتری نداره، ولی هر میشه بازه، ماشین خوب سوار میشه، آقای برای خانمش هم ماشین خوب گرفته، برای نمیدونم برادر خانمش هم ماشین خوب گرفته و اینها، مشکوک میشه. حالا این ژورنالیست معتاد ما که فقط فکر میکنن اگه برن سیویلشون رو بزنن، موهاشون رو رنگ کنن، معتاد بودنشون معلوم نمیشه، تازه اون موقع بدتر معلوم میشه. موها رو سفید کردی ریشاد، وقتی اون بهش میگن 5 o'clock shake شد و یه هم چیزی اینو داشته باشه، دیگه بدتر معلوم میشه. دندونا هم که داغون، قربونش برم. بعدم هی میگه چرا اینا به این اپوزیسیون حمله میکنن، اسم اپوزیسیون رو نمیاره. حالا گوش کنید، من با اون آقایی که صحبت کردم، اون آقا میگه آرسول مطمئنی من ادیتور اینجا هستم، هیچ چیزی امکان نداره درست بشه بره رو آنتن یا بره رو یوتیوب مگر از زیر قیچی من رد شده باشه، حالا یا قیچی کردم یا بهش اضافه کردم. میگم آقا چقدر خوب شد شما اینو گفتی، نشون میده چون شماها پول گرفتید و اون لیست رو گذاشتن جلوتون، اصلا برات مهم نبوده که این زیر نوشته باشه تلویزیون مردم یا نوشته باشه تلویزیون من و تو. یا شما پول گرفتی این کار رو کردی که الانم ثابت شد که پول گرفتی، یا اینکه شما واقعا طرفدار اون اپوزیسیون هستی. اگه طرفدار اون اپوزیسیون هستی که تو جرئت نمی‌کنی اسمش رو بیاری، برای که همون دوتا آگهی هم که داری از دست میدی، من به جرئت اسم اونو میگم. اسم اون سازمان مجاهدینه که 100 تا اسم مختلف داره. خب اگر تو درست میگی و میگی من به وجدان و به شرفم اگر اسم اینا رو آوردم بیان تو همین برنامه بشینن که میخوای ما اسم تو بگیم، ما ویدیو تو نشون بدیم، مشهور بشی، و این کارو نمیکنیم دیگه، اون موقع بلد نبودیم میکردیم، اگر پول نگرفتی، اگر اینقدر وجدان داری، اگر اینقدر شرف داری، اگر اون سازمانو قبول داری، تو هم چرا مثل آقای فیلاوی یلیل اینجا میگردی؟ خودتو دختر و پسر وردار برو عراق. اگر قبول داری بودن اونها در عراق واقعا اپوزیسیونه، کار میکنه، مگر اینکه شماها شرف ندارید، وجدان ندارید، دروغگو زایده شدید، دروغگو هم از دنیا خواهید رفت. حالا به این آقا گفتم، گفت من فردا ساعت، گفت من الان دارم رانندگی میکنم، ساعت شبه دورو به شما زنگ میزنم. گفتم فردا من دوتا مهمان دارم، شما فردا زنگ نزن، ولی تو همین ویدیو گفتی که اونهایی که اسمشون اینجا نوشتم، بعد اینایی که معتادن یه قولی میدن دو هفته دیگه یادشون میره، یا پوله اگه نرسه دنبال نمی کنن. برنامه هاش پخش پره، دو تا ویدیو اینجا داره، 4 تا ویدیو اونجا داره، اگه شما بری آرشیوی ازش نیست،
نه اینجوری که شما بتونی از 2003 تا حالا تمام آرشیوهای ما رو پیدا کنید. ویمیو بودیم، نمیدونم یوتیوب بودیم، اسممون از سوربی شده مردم تیوی، عوض کردیم فلان، ولی همش هست. چرا؟ چون یا خفه میشیم، به شما دارم میگم، یا خفه میشیم حرف نمیزنیم، یا اگه حرف زدیم پشت حرف اون وای میسیم. آقای ایکس که شما آقای ایکس نبودی، آقای ایگرگ بودی، اگر کسی به دفتر تلویزیون زنگ میزنه، توی آمریکا رسم اینه، مخصوص اون وقت حتی خونه ها هم میگم مثلا منزل سوربی بفرمایید. من یادم تو آلمان هم که بودیم، نمیدونم میگفتیم هرزوربی سامتینگ، بعد طرف صحبت میکرد، بعدن انقدر دنیا بد شد گفتن نگید، چون حالا زنگی میزنه اسمتون رو نمیدونه، شما اسمتون میگی حالا دیگه تلفنتو داره اسمت هم میدونه، که دیگه الان توی آمریکا نمیگن. ولی بیزینس شماره تلفن گذاشته، یکی که زنگ میزنه شما باید بگید تلویزیون هرچی و اسم خودت رو بگی. من اینجا یه نفرم، مستر ایکس و ایگرگ رو نمیدونم ای و بی و سی نداریم، مجاهد به ما پول نداده، این کانون عوام اگه برنامه میخره این بیچاره خودشون، برید ببینید چجوریه دیگه. وضع آقای ساغرچی رو دیدید، یه اینترنت درستی ندارن. آقای رزاقی نمیاد وقتی رفت رستوران فلانجا در شانزلیزه عکس بگیره بفرسه، خوراکی رو که خودش تو خونه درست میکنه عکسشو میذاره رو فیسبوک. این باید آدم شعور داشته باشه، استفاده کنه اینها رو، همون خوراکه رو به سگش هم میده آلفا. شما اگر وجدان دارید باید یه زنگ به من میزدی، آقا یه نفر اسم شما رو نوشته اینجا، اون یه نفرم مجاهدین هستن، مجاهدین اتاق فکر درست کردن، یکی به اینا بگید بدبختا شما فکر دارید که حالا اتاقش رو درست کردید. اینایی که تینک تانک درست میکنن، تانکشون مثل آقای جعفرزاده نیست اینجوری چاق شده باشه از پیرن و از گردن همه چی میخواد بزنه بیرون، شکم مخصوصا. تینک تانک اتاقای فکری چهار تا نخبه رو جمع میکنن، میگه آقا شما چی فکر میکنی، ما چرا مثل خر به گل موندیم؟ اون بهش میگه برای که شما دروغ گفتید، حتی به اعضایتون دروغ گفتید، حتی به خانواده هاتون وطن فروشی کردید، خیانت کردید. میگه چی کار کنم؟ میگه بیا آقا غلط کردم، بیا توبه کن، ببرش آب توبه بریز روش. مثل حالا این آقای فلانی، یکی که زنگ میزنه شما بگو تلویزیون فلان، من فلانی هستم، یا بگو در خدمتم، یا بگو چی کار میتونم انجام بده. من اینجا زنگ میزنن یه نفر، آدم از خودم تنها میگم تلویزیون مردم سوربی هستم، بفرمایید. کی میخواین یاد بگیری؟ به قول آقای افشارها هی افتخار میکنی که ما قاب داریم، ما نمیدونم فلانجا بودیم، ما بیسارجا بودیم. چه فایده؟ انقدر بودید و به اینجا رسیدید. الان همین آقای هومر آبنابینیان سه بار برنامه از من گرفته، همیشه گفته دفعه دیگه نمیدونم فلان بیسار اینها، ولی دروغ میگه، کلا سر همه میذاره. تلویزیون ای تو کلا گذاشته بود سر امید امیدوار، هر جا که رفته همین کاره، فقط میاد وای میسه، به قول ایشون مثل نقال. بابا این نقال های توی قهوه خونه نباید بهشون بی‌احترامی کنیم، اینا شغلشون بود، اینا یه خانواده رو به اصطلاح خرجی میدادن، هزینه زندگی رو میدادن. ببخشید من یه کمی این عینکه باید شیشهش رو تمیز کنم، فکر کنم عینکا وقتی که کهنه میشه دیگه این شیشه هاشون هم مثل شیشه ماشین هست، سنگ میخوره توش. حالا تو این نه سنگی خورده نه چیزی. همینجا که من باهاتون صحبت میکنم یادمه این سالها پیش من این عینکو 800 دلار، اون موقع وضعمون خوب بود، اون موقع با ایرانی ها کار نمیکردیم، با آمریکایی ها کار میکردیم، درآمد خوبمون رو میمدیم اینجا خرج میکردیم، 800 دلار دادیم این عینک که فریم نداشته باشه، قاب نداشته باشه. ما قاب نخواستیم آقای افشارها، و یه موادی میزنن بهش که به اصطلاح نور رفلکس نکنه، بازم نور میاد، چیزی که از نوره رو ممکن شما سبز ببینید یا اصلا ببینید هرچی. اینو شما اگر با آب گرم و با مواد ظرفشویی و صابون بشورید، اون فیلم یا اون دلق درسته یا تلق درسته نمیدونم، اون از بین میره و شما یه پوسه پوسه هایی میبینید. اینه که باید با مواد مخصوص خودش بشورید و اینو
اون. ببینیم حالا این دوستمون چی گفته. یه دوست دیروز، آها، حالا با همه که اینا رو گفتم و این ویدیو رو من لینکشو برای اون آقا میفرستم چون ایمیلشو داده بود، مثلا این آقا گفت آقا برای من بفرست فلان، گفتم اوکی ایمیل چیه، گفت براش فرستادم. ما شعور نداریم، معرفت نداریم که جواب ایمیل رو بدیم بگیم سوربی ایمیلت رسید. یه مشکی آدم پیر و پاتاله مال دوره قاجار، حالا اومدیم چهار تا وسیله پیدا کردیم، میکروفون بلنگو میدن دستمون، داد میزنیم به جایی که منطق ارائه بدیم. نمیدونم چه باید کرد، من نمیدونم. آقای مانتی فاطمی امروز یه عکسی فرستاده بود از یک مدرسه‌ای که سقف نداره و اینها، بعد طبق معمول دوستان به همدیگه فوش میدن، به این صورت ناراحتیشون رو بروز میدن یا ناراحتیشون رو کم میکنن. ای نمیدونم ما بی غیرتا فلانی بسار، میگم آقا به این و اون فوش نده، خودت یا من یه قدمی باید برداریم. ضمناً یه دوستی $100 فرستاده بود برای اون چیزی که ما نشون دادیم، مدرسه دارالفنون، برای من نوشته بود رسید، نه تا امروز هنوز نرسیده، ولی اب نداره میرسه. خب اینو من اگر میبینم یه جایی میرم کار میکنم، طرف میاد میبینم این بیچاره دو جا سه جا داره کار میکنه، جوونه، دو تا سه تا بچه داره، به دروغ رفته بچهاش یه جای دیگه ثبت نام کرده که یه مدرسه بهتری بره، به همین خاطر صبح یه ساعت نیم دو ساعت بیشتر زودتر رانندگی میکنه، بچه رو میبره میذاره خونه مادرش که بچه ها از اونجا سوار بشن، یعنی زندگیشو وقف بچه هاش کرده. من میخواستم به این دوستمون بگم مسئله نیست ما این مدرسه دارالفنون رو ول کنیم، فعلا این $100 رو بدیم به این بنده خدا که دو ساعت کمتر کار کنه با بچه هاش باشه. دوستان هی نشینید بگید، مخصوصا وقتی شما میگید این ملاها میخورن و میبرن و میدوزن و تجاوز میکنن، خب برای چی مینویسید؟ برای چی مینویسید؟ بیاین. پسر عمو من رفته بود سر قبر پوریای ولی، عکس گرفته بود، نوشته بود آقا نگاه کن قبر پوریای ولی اینه. اون یه همت کرده عکس گرفته، من که نمیدونستم اصلا کجاست. الحمدلله ما تو کشوری هستیم، هر کسی مردمی بوده کشتن و از بینش بردن، از قبرش هم ترسیدن. ببینید کریم خان زن قاجار چجوری از قبرش هم ترسید، سرشو برد نمیدونم گذاشت جلو اونجا، تنشو برد اونجا، بعد دوباره آدما جمع شدن بردن گذاشتن الان تو موزه پارس شیراز جنازه کریم خان زن. خب ایشون یه دونه همت کرد. آقای مانتی فاطمی عزیز، من روز قبل درباره شما صحبت کردم، در رفتی، هم اون کامنتتو برداشتی هم جواب ندادی، هم پرسیدم این کلمه مونتی چیه، مرتیه، مرتزان، ایرانیه، انگلیسی چیه. اون که یه همت میکنه، من یه همت دیگه انجام میدم. چجوری؟ میام بهش میگم که بابا من به سهم خودم اینقدر میتونم بدم، ببین کسای دیگه میتونن کمک کنن، در دیواری برای اینجا بسازی. نمیام فوش بنویسم از بالا تا پایین پدر سوخته آخوند به لبنان نده به اون بده. اوکی، آخوندم میگه عجب، ما از سوربی نشنیده بودیم بهمون فوش بده، حالا که فوش داد حتما لبنان ممنوع بدید به پوریای ولی. مثل یه دوستی دیروز زنگ زده میگه آقا آقای منفردزاده اومد واشنگتن، پهلو شما آمد، گفتیم نه قربونت برم، اولا ایشون قهر کرده از ما، دوم من اگه ایشون زنگ میزد لازم نبود این بیاد پهلو ما، ما میرفتیم خدمتشون حالا یا تو هتل یا هرچ. بعد آقای منفردزاده پهلو ما نمیاد، میره پهلو آقای حسیبی آستین تگزاس که یک قصری بالای تپه داره، اینا میرن اونجا، میاد اینجا، میره پهلو آقای چالنگی که یه بز میدارن و فلان اینا دارن، بعد میره کالیفرنیا. برای آقای اسفندیار منفردزاده نوشتم، گفتم حالا چه خبر؟ گفت آقا یه جنبشی درست کرده خیلی عالیه. گفتم چی درست کرده؟ گفته مسجدا رو بکنیم 4 قسمت، اینایی که خانه بی خانمان هستن برن اونجا، بذارید مهمون ما از راه رسید. به 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 به. سلام من. سلام، گوشی خدمتت باشه عزیزم تا بریم روی خط. مرسی. ممنونم. خب خلاصه به آقای منفردزاده گفتم که والا اینجوری که شما میگید مثل این که آخوندا تا حالا هر چیزی شما گفتید اینا اجرا کردن، حالا منتظر بودن که شما بهشون دستور بدید مسجدا رو اینا بکنن خوابگاه و این. بعد قربونت برم تو همین آمریکا، تو همون کانادا،
هنوز همچین چیزی که شما میگید اجرا نشده. ببخشید دوست عزیز، من این دوستانم هی زنگ میزنن، بذارید اونا رو هم قطع کنم. خب دوستان عزیز، از دوشنبه و چهارشنبه بهتون قول دادم که درباره انتخابات آینده با کسی صحبت میکنم که این خنجر انتخابات به تنش خورده، صابون انتخابات به تنش خورده، زبونشو زخمی کردن. و امروز هم وقتی که یه چیزایی رو می‌نویسه می‌بینیم که خانم نزهت یحیی‌زاده از اروپا میاد می‌نویسه اینها مامورای جمهوری اسلامی هستن چنین و چنان. هیچ چیزی بهتر از این نیست که با خودشون صحبت کنیم. آفتاب آمد، دلیل آفتاب. آقای منصور حسانلو، ممنون و متشکرم که دعوت ما رو قبول کردید. آقا بگید ببینیم این اوضاع و احوال انتخابات چیه؟ شما به مردم پیشنهاد میکنید در انتخابات شرکت کنن یا شرکت نکنن؟ مردم حرف کیو گوش کنن؟ الان میبینیم جبهه ملی چند تا نماینده گذاشته. آیا اینا که نماینده میذارن به اصطلاح مشروعیت میدن و باید قبول کنن که نظام ولی فقیه رو یا اون میدونید متوجه میشید من چی میگم؟ بله. خب من ساکت میشم، شما میکروفون رو در اختیار بگیرید. بازم ممنون که با این وقت کم آمدید و به ما سر زدید. بفرمایید. درود بر شما. اول وظیفه که هر همکنی میخواد افشاگری کنه در جستجوی حقیقت هست و سوء تفاهم ها رو از بین میبره، با تمام وجودم در خدمتش باشم، مخصوصا که شما که اون یک مصاحبه که باهاتون داشتم بسیار لذت بردم از شفافیتتون و انسانیتتون که سعی کردید واقعا سوالایی کنید که باز بشه موضوع، و به خصوص موضوع امروز هم که همچنین دارید به قول معروف رازگشایی میکنید که این تهمت زدن های بیهوده و تفرق افکنی ها رو بتونیم به کمک رسانه ها از بین ببریم. سر نخ اصلیش به نظر من تو نظام ولایت فقیه و تو وزارت اطلاعات هست. دو، سلام عرض کنم به همیهنانم هم که در این شرایط سخت تاریخی و در این پیچیدگی های بسیار بسیار سختی که در منطقه خاورمیانه در اطراف کشور ما در حال رشد است و به نوعی دامنگیر کشور ما شده به دلیل نفهمی، سودطلبی، مرتجع بودن و منافع بی حد و حصری که این نظام ولایت فقیه در تمام جناهاش، چه رفسنجانیش، چه خامنه‌ای و چه اعوان و انصار، همه اینها در کنار هم به جیب بخوان بزنن و زدن و باز هم سیرمونی به قول ما کارگران ندارن، این شکمشون پر نمیشه تا میلیارد، صد میلیارد، هزار میلیارد، چقدر معلوم نیست. میام سر اصل مطلب. برای اینکه شما بتونید با سند و مدرک حرفای منو ارزیابی بکنید، در ترازوی حقیقت تاریخی قرار بدید، من همین الان یه لینکی گذاشتم در همین تکس اسکایپ خدمت شما در رابطه با سایت خبرگر که مرکز مبارزه ما هست به عنوان جنبش همبستگی ستمدیدگان دادخواه ایران زمین، که این پروژه انتخابات دموکراتیک در مقابل انتصابات حکومتی نظام ولایت فقیه، همه اسناد، مدارک، جمع‌آوری آرا، صندوق اینترنتی زیر نظر گوگل و سازمان ملل متحد که گزارشش به دفتر آقای احمد شهید خواهد رفت اینجا هست و شما میتونید اینها رو به همیهنانمون هم نشون بدید. خبرگر.co که این وظیفه رو به عهده گرفتن، جوانای عزیز و رشید و دانشمند ما در امر آیتی که در خارج از کشور هستن، که این سایت و این فعالیت‌ها و اسامی همیهنانمون که تا حالا بیش از 1200 نفر امضا جمع کردن، رأی دادن در این صندوق انتخاباتی دموکراتیک، در سایت خبرگر و سایت رأی‌گیری که متصل است به سایت خبرگر داره جمع میشه تا از دسترس حکومتیان، اطلاعاتی‌ها و هکرهای اونها دور بمونه. و من کلیات یعنی این مسائل صندوق رو میگم، بعد میام تو اصل ماجرا. ببینید دو اتفاق تو کشور ما میفته به بهانه این انتصابات حکومتی که اینا اسمشو گذاشتن انتخابات، ولی من از کاکا توفیق قدیم توی مقاله‌های خودم می‌نویسم انتخابات. اینو از کاکا توفیق یاد گرفتیم، هفته نامه توفیق که شب جمعه میومد بیرون اون زمان و پدرامون میگفتن، ما هم یاد گرفتیم از این کارگرای قدیمی، ما هم میخوندیم و خودمون هم خریدیم بزرگتر شدیم. انتصابات یعنی چه؟ یعنی انتصاب میکنن حکومتگران، صاحبان قدرت، صاحبان ثروت، صاحبان دولت و الان نظام ولایت فقیه، و بعد اون انتصابی که خودشون به سود منافع اقلیت خودشون که حتی الان 3% جامعه ایران هم نیستن رو میذارن بیرون،
به مردم ارائه میدن. حالا میگن شما برید توی صندوقای که ما گذاشتیم به این انتصاب شده های ما رأی بدید، انتخاب کنید از بین اینها. پس دو فرایند انتصاب و انتخاب قاطی با هم میشه، میشه انتصاب، کلمه‌ای که کاکا توفیق اون موقع به کار میبرد. دو، این سیستم از روز اول برای افرادی مثل ما که کارگر و زحمتکش بودیم، توی بازی حکومتی هیچ وقت نقش نداشتیم، رد بوده، چرا که ما در جستجوی ساختارهای مدنی، شوراها، سندیکاها، اتحادیه‌ها، فدراسیونایی بودیم که قدرت رو از کف اجتماع سازماندهی بکنه و از کف جامعه این هرم قدرت توسط نمایندگان کارگران در کارخانه ها، کشاورزان در مزارع، دانشجویان در دانشگاه ها، کارمندا در اداراتشون و همینطور هر کسی در هر جای کار میکنه بتونه اون نهادهای مستقل خودش رو، حالا با اون فرهنگ اجتماعی یا اون امکاناتی که در اونجا بهشون اجازه میداد، از کف بسازن بیارن بالا و فرایند انتصابات از بین بره و انتخاب از کف مرحله به مرحله، همه مردم که همدیگر رو تو محل کار میشناسن، تو محل زندگی میشناسن، تو مزرعه ها و محل کارهاشون، کارهای کشاورزی در ده و شهر میشناسن، از نزدیک میتونن در این شوراها و این سندیکاها، مثلا این سندیکای ما که پله به پله میاد به بالا تا به فدراسیون سراسری کشوری میرسه، اگر که بتونیم برای این حکومت غلبه کنیم و این نظام دموکراتیک از کف و بنیان بگذاریم، این پیشنهاد رو ما دادیم. حالا چگونه هست؟ ما پس به هیچ وجه در چارچوب انتخابات حکومتی ولایت فقیه وارد نمیشویم، به همین دلیل هم به نوعی جزء تحریمی ها حساب میشویم، اما نه این تحریمی هایی که نه طرحی دارن و نه برنامه‌ای دارن و نه حرفی و فقط به سود نظام ولایت فقیه عمل میکنن. چگونه؟ اینها میان میگن آقا تحریم ما رأی نمیدیم. مثلا یه عده‌ای به حرف اینا ممکن یه تعدادی هم گوش کنن، یا خودشون در داخل کشور که من تا دو سال خورده پیش بودم ناراضی باشن رأی هم ندن، من تو خونه شون. و این چیزی که حکومت اتفاقا همینو میخواد، که اون کسانی که میتونن مؤثر باشن و از این فضایی که یه خورده دو دوران انتخابات حکومتی باز میشه استفاده کنن و یه موجی شاید به وجود بیاد و اگه سازماندهی بشه تبدیل به یک حرکت و جنبش رو به جلوی بشه که بتونه ساختار نظام ولایت فقیه از درون متلاشی بکنه، نشود. پس خود حکومتی ها، خود اطلاعاتی ها، خود سپاهی هایی که حکومتی هستند و دستشون به سرمایه های مردم ایران، به مال مردم ایران، به خون جوانان ایران، به شکنجه، به مرگ و اعدام آلوده است، نمیخوان که دستهای پاک کارگران، معلمان، زحمتکشان، زندانیان سیاسی، اعدام شدگان، روشنفکران، روزنامه‌نگارانی که حکومتی و دولتی نیستند و به همین دلیل در زندان‌ها هستند، به همین دلیل اعدام شدند، ولی پراکنده. پروژه انتخابات دموکراتیک و صندوق دموکراتیک و آزاد مردم ایران دقیقاً یک آلترناتیو عملگراست، یک آلترناتیو بیرون حکومتی است، ولی چون پاش در داخل کشوره و عزیزانی که اومدن در چارچوب انتخابات آزاد و دموکراتیک مبتنی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر و رعایت کنوانسیون های بین المللی و استانداردهای بین المللی در نامه ایم که قبل از رفتنشون به فرمانداری اینها رو اعلام کردن و گفتن ما می رویم اونجا، فقط اسم، فامیل، آدرس و شماره تلفنمون رو می نویسیم و بقیهش رو خط می زنیم، هر چیزی که التزام به ولایت فقیه، به قانون اساسی پوچ جمهوری اسلامیه، و فقط این کار رو به عنوان سمبولیک می کنیم که هماهنگ با این فضایی که در کشور شروع می کنن آقا ما انتخابات داریم، ثابت کنیم عملا که به هیچ وجه این انتخاباتی که حکومت میگه انتخابات نیست، انتصابات و پس از اون انتخاباتی که میشه انتصابات، و بعد مدرک و سند میگیریم که نه الان این 5 تا عزیزی که در صندوق رأی انتخابات آزاد و دموکراتیک هستن سمبل ما هستن، ما در شهرستانهای دیگه، در همون تهران، در جنبش همبستگی و کسانی که نه به نظارت استثنایی رو پذیرفتن و منتظریم که اون رد صلاحیت‌های گسترده‌تر هم خواهد شد توسط شورای نگهبان در مرحله دوم، و همه کسایی که سرریز می‌کنن از بین 12000 نفر، از بین اونها هم بتونیم دعوت بکنیم و به این مبارزه دموکراتیک آلترناتیو خارج از حکومتی اضافه کنیم. یعنی چی؟ کسانی رو که حکومت رد می‌کنه و نمی‌ذاره بیان توی قدرت، چون احتمالاً اونها هم به اندازه کسایی که الان در قدرت هستن دستشون آلوده نیست و اینا فقط کسایی راه میدن
که همدست خودشونن در قتل، در جنایت، در کشتار، در سرقت از اموال مردم ایران، بیان تو سیستم حکومتی که حالا چه قوه قضاییه، چه قوه مجریه، چه قوه مقننه. آقای اوسانلو عذر میخوام حرفتون رو قطع میکنم، این چیزایی که شما گفتید الان کاملا با اون برداشت من متفاوته و خیلی خوشحالم که دعوتتون کردم، چون من گفتم خب اینا چرا رفتن خودشونو نامزد کردن، این پاسخی که شما دادید خیلی خوبه که نامزد کنن بذارن اونها ردشون کنن مردم بفهمه. ولی یه سواله، اونایی که به مردم میگن رأی ندین، میگن افرادی مثل شما که به اونها میگید الان یه فضای بازی شده، فرصتی شده، بیاین رأی بدید ولی اینجوری که ما میگیم عمل کنید، میگن شماها باعث میشید که تعداد اونایی که اون روز تو خیابون هستن، جمهوری اسلامی میخواد ازشون فیلم بگیره، عکس بگیره، به اصطلاح خبرنگارهای خارجی نشون بده، شما اون بازار رو گرم میکنید. شما جوابتون در این رابطه چیه؟ پاسختون به این صحبتی که این دوستان میکنن چیه؟ ما بازار دموکراسی خواهی و بازار مردم گرایی رو گرم میکنیم. یادشون باشه این کسایی که این حرفا رو میزنن عملگرا نیستن، پروژه ندارن، طرح ندارن، حرف ندارن. تحریم برو خونت بخواب. نه، اتفاقا ما میخوایم که مردم در این فرایند، این فرصتی که پیش میاد و حکومت مجبور یه خورده دست و بسته تر عمل کنه، دوربینای تلویزیونی خودش و دنیا به اونجا جلب میشن، مجبوری یه خورده تو سرکوبهاش اینا دست نگه داره و الان همه موبایل دارن، دوربین دارن، عکس میگن، فیلم میگیرن، همون دقیقه فوری میفرستن رو تلگرام و اسکایپ و همه جا میاد، به دست ما میرسه که سایت خبرگر پر هست از این خبر، به اصطلاح خبرهای افشاگرانه با عکس و فیلم و امثال. و هم ما یادمون باشه دو اتفاق بزرگ تو ایران افتاد که جفتش حکومت رو تکون داد. یکی توی قضیه دوم خرداد بود که ما چون داخل کشور بودیم میدونیم چه کار داریم میکنیم، ارتباط داریم با زندان، با کارخونه ها، با کارگرا، با مبارزین، با خانواده اعدام شده ها، با خانواده زندانیا. من 24 ساعت وقت نمیکنم باور کنی سرمو بخارونم. یعنی الان اومدم مصاحبه شما، قبل از شما یه مصاحبه دیگه بود با تلویزیون ایران فردا، ریشمو با سرعت تراشیدم چون 24 ساعت با مردمی که در داخل ایرانن ما از طریق تلگرام داریم کار میکنیم. دقیقاً ما میخوایم مردم به میدان بیان، حضور پیدا کنن، نه پای صندوق رأی حکومتی، اصلا بیان و خواسته های دموکراتی خودشون، نه به ولایت فقیه، نه به حکومت جمهوری اسلامی، نه به قانون اساسی جمهوری اسلامی، نه به نظارت استثمامی رو در میدان ها فریاد بزنیم. مثل جنبش سبز که پیش اومد از طریق تحریمی ها پیش نیومد، اتفاقا مردمی رفتن به یه نفر دیگه که مثلا حکومتی هم بود، آقای موسوی دوران جنگ فلان، تونست یا آقای کروبی حتی با همه نقاط ضعف و سکوتشون در مقابل اعدام ها و همه اینا رو مستقیم بهشون هم گفتیم رو در رو تو زندان، حتی من بودم نامه دادم براشون که با تمام این که شما در این جنایت ها به این دلیل شریک این که سکوت کردین این جنایت ها شد، ولی حالا که اومدین و دارین در درون این حکومت تفرقه میندازین، جدایی میندازین، ما هم از این فرصت استفاده میکنیم، میگیم آقا بیاین این تفرقه و جدایی درون حکومت رو تشدید کنیم، همونطوری که حکومت تفرقه و جدایی بین مخالفین، مبارزین، مردم، گروه‌های سیاسی و اپوزیسیون رو تشدید میکنه. پس اون حضوری که اگر اتفاقا بشه که صدها هزار نفر از کسانی که انتخابات دموکراتیک رو در مقابل انتخابات حکومتی میذارن به میدون بیان و بگن نمایندگان ما همین زندانیان سیاسی هن، نمایندگان ما همین هن که تو لیست همبستگی هن و این کسایی هستن که سیستم انتخاباتی جمهوری اسلامی قبول ندارن و این رو ما به جهانیان بتونیم نشون بدیم در سایت انتخابات مستقلی که مجازیه و توی سایت خبرگره و سایت رأی‌گیری آزاد هست و زیر نظر گوگل و زیر نظر نهادهای بین‌المللی است به لحاظ نظارتی، به لحاظ حفاظتی و رسماً اونجا ثبت میشه، چون همه دنیا الان بخشای اینترنتیشون از موتورهای جستجوگری مثل گوگل استفاده میکنن که استانداردهای جهانی رأی‌گیری‌های بین‌المللی همش به طریق اینترنت انجام میشه، یک چیز استاندارد جهانی رو ما گذاشتیم در مقابل سیستم حکومت. خب ممنونم، اجازه بدید حالا من یه سوال دیگه بکنم. اگر شما و دوستانتون فکر میکنید که مردم با شما هستن، نوشته های شما، گفته های شما به گوششون میرسه، میخونن، عمل میکنن، چرا از مردم نمیخواین روز انتخابات بیان بیرون توی خیابون ها، مثلا بشینن توی خیابون، یه حرکت ساده، نه رأی دادن،
از اون ورم قشنگ منعکس کردن، نشون دادن که اینا اعتراض دارن. این ماجرا هم پیش نمیاد که طرف که امروز نرفت رأی بده فردا بگه رأی من کجاست، بعد بهش بگم تو اصلا آمدی رأی دادی؟ که خود من این سوال رو میکردم، گفتم مردم رو گیج کردیم، یه سری میگیم رأی بدید، یه سری میگیم رأی ندید، بعدن اون وسط طرف میاد میگه رأی من کجاست. از فامیلای خودم میپرسم، شما که طرفدار آقای میرحسین موسوی هستید، بنده کارمند آموزش پرورشی بودم که ایشون نخست وزیر بود، در 10 سال انقلاب بزرگترین کشت و کشتارها، بزرگترین بیقانونی ها انجام شد و این صداش در نیامد. اون وقت شما میگید ما، این آقا میگه من 10 سال اول انقلاب طلایی رو میخوام، شما هم دنبال این هستید. اونم حرف شما رو زد، گفت اینها شدن سمبل و حالا که اینها شکاف انداختن ما از شکاف سمبل. چرا نمیاد؟ شما الان گفتید 1200 نفر، این عدد برای یه جمعیت 80 میلیونی، برای یه جمعیت جوان ایرانی که میلیون ها نفر روی تلگرام و اینستاگرام و اینترنت هستن، عدد چندانی نیست، ولی خودش باز قابل توجه. چرا نمیان مثل تمام اونایی که تو دنیا این کارو کردن، جنبشایی که از آقای گاندی بگی، از مارتین لوترکینگ بگی، بدونه داره میاد امروز بیرون باید چه کار کنه؟ چون میدونید شما تو سال 88 اینا وقتی آمدن بیرون بعدن هیچ کس نمیدونست باید چه کار کنه. الان ریخته پایین، نظام اومده بیرون تو خیابون، ولی هیچ کس برنامه‌ای نداشت. چرا یه نفر نمیاد بگه ما یک جنبش، حالا نمیخوایم مثلا صحبتی رو که آقای رضا پهلوی کرده اینجا بگیم که مثلا چی میگفت، اون نافرمانی نظامی، نافرمانی اجتماعی یا هر چی، ولی بگید آقا بیاین بیرون، اونا هم فکر میکنن آمدید انتخابات، ولی بشینید نرید خونه، هیچ جام نرید، یه شب بشینید اونجا، دنیا اینو گزارش کن. چرا همچین فکری نشد یا چرا همچین چیزی رو عنوان نمی کنید؟ بسیار نکات خوبی رو اشاره می کنید. ببینید اگر از مارتین لوترکینگ و یا گاندی صحبت کردید، اونا قبل از اینکه وارد حرکت بشن، مارتین لوترکینگ در این قضیه آمریکا از سیستم‌های گاندی استفاده کرد در هند. گاندی قبل از اینکه به مرحله رهبری و ایستادگی برسه، دستور بده کنگره رو درست کردن، حزب کنگره رو از آفریقای جنوبی، 30 سال قبل از اینکه به درگیری‌های خیابونی برسن، سازماندهی کردن، آموزش دادن، روش‌های مقاومت مدنی، مقاومت‌های مختلف رو آموزش دادن، همبستگی رو یاد دادن به مردم و در مقابل یک دشمن خارجی که انگلستان اونجا رو گرفته بود بودن، کاملا دو طرف دعوا مشخص بود در هندوستان. در نتیجه بعد از اینکه شما سازماندهی کردی، آموزش دادی، اهدافت مشخص شد، افراد تو کمیته ها و شبکه هایی که خودشون متوجه می شدن کار می کردن، کم کم به تمام هند در طول 38 سال این مبارزه گسترش پیدا کرد. بعد از اینکه گاندی از آفریقای جنوبی آمد توی هندوستان و یواش یواش حزب کنگره، تازه در کنارش احزاب دیگه هم بودن، مثل حزب کمونیست، 3 تا حزب کمونیست هندی ما داشتیم از 3 جناح کمونیست که با گاندی هماهنگ بودن، احزاب لیبرال و دموکرات داشتیم که باز همکاری کردن و امروز اگر دموکراسی بزرگ هند رو تو دنیا داریم، تقریبا ریشش در اون مبارزه مشترک با افکار مختلف ولی وحدت عمل برای استقلال و رها پیدا کردن از استعمار انگلیس. مارتین لوترکینگ هم که اینجا این مبارزه رو پیش برد، به صورت مبارزه مدنی شد برای دفاع از حقوق مدنی مردم آمریکا، که از قضیه حقوق سیاه‌پوستان و اون خانمی که روی صندلی اتوبوس سفیدپوستان نشست در آلاباما شروع شد تا رسید به جایی که خود مارتین لوترکینگ ترور شد. ولی تمام اون چیزی که به عنوان بحث مدنی مطرح کرده بود، به نوعی به عنوان الحاقیه های قانون اساسی آمریکا در اومد. مسئله اساسی اینه، مبارزه مارتین لوترکینگ هم همینطور بیش از 20 سال حتی قبل از اینکه مارتین لوترکینگ که تازه خودش کشیش هم بود، ضمن اینکه حقوقدان هم بود، یاران دیگه‌ای شروع کرده بودن، در کنار اون مالکوم ایکس روش دیگه‌ای رو داشت میداد، باز در کنار اون پلنگان سیاه شیکاگو داشتن روش‌های دیگه‌ای رو میدادن، ولی مجموعه اینا اومدن کار سازماندهی کردن، تشکیلات درست می‌کردن، شبکه درست می‌کردن. بسیار ممنونم آقای استاندو. یه کوتاه باید بگم به ایران بس. چیزی که تو ایران اتفاق افتاد این نشد. یعنی سال 80ش که من تو زندان بودم و رفقایی که در بیرون بودن از همین فضا خیلی سعی کردن استفاده کنن، ولی چون یک
رهبری واحد برای تغییر نظام در اون حرکت وجود نداشت. افرادی به عنوان کاندید ریاست جمهوری اومده بودن، خودشون رو از اون سطح بالاتر هیچ وقت نبردن، هیچ وقت نگفتن ما رهبریم یا به مردم دستور بدن. بعدم که فکر کردن مثلا حکومت داره باشون میزنه، به دوستم میکنه، آقا میکشی میزنی، آقا حالا چون ممکنه شما رو بکشن بری خونه هاتون، تازه گفت برین خونه هاتون. بله. دو، خود مردم هم سازماندهی نکرده بودن، سازماندهی بلد شاید نبودن، چون دهه 60 همه اون احزاب، گروه ها، افراد، روشنفکرها، اساتید دانشگاه، کارگرها، سندیکالیست ها، شورای ها رو قتل عام کرد جمهوری اسلامی. 120 هزار آدم تو دهه 60 جمهوری اسلامی کشت. اینا دقیقا سازمانده اجتماعی بودن، فعال سیاسی بودن، حزبی بودن، سازمانی بودن، سندیکایی بودن، شورایی بودن. اینا رو تو جامعه کند، جامعه فقیر شد، حقیر شد، افراد کنشگرش از دست امثال من تک و توک تونستیم خودمون حفظ کنیم که توش سندیکای کارگری با اون عظمت بیاریم. بعد 20 سالی که نفس کارگر رو بریده با این قیمت که با چاقو تیکه تیکه هم کردن، زبونمون رو بدن، برادرم تو زندان کشتن، و الان که خانواده های ستم دیدگان پیوستن به جنبش همبستگی. فرقش چیه؟ ما الان امکانات اینترنتی داریم، این امکانات اینترنتی داره به ما فرصت میده که به تو گفتم همین کاری که میکنی آموزش داریم میدیم، چگونه یک شبکه خارج از حکومتی ایجاد بکنیم. در اون شبکه خارج از حکومتی به جای اینکه بریم تو خیابون بشینیم که بیان به رگبار ببندن یا با تانک از رومون رد شه و هزینه بالایی ایجاد بکنه، یک کار قشنگ یاد گرفتیم. هر کسی که شجاعانه میاد ایمیلش رو میزنه در صندوق انتخابات دموکراتیک، اسمش، ایمیلش، آدرسش رو میزنه و این محفوظ اونجا. موقع تعداد این چندین هزار نفر شد، این میشه یک وزنه اجتماعی، چون زیر نظر سازمان‌های بین‌المللی داره این کار میشه. این سایتی که ما ایجاد کردیم زیر نظر خود گوگل هست، این سایت جستجوگر که همه انتخابات و همه سایت‌های دیگه تو شکم این وصل میشن. بعد این انبوهی که میشه از پیوستگان به این ارائه میشه به نهادهای بین‌المللی، ارائه میشه به خود مردم. موقع چند هزار نفر گذشت، مردم اسامیشون کنار هم دیگه میبینن و هر 500 نفر یه نفر رو به عنوان کاندید خودش میشناسن. حالا کاندید چه اینی که توی مجلس بخواد بره یا میخواد نره، اصلا رفتی به مجلس نداره. ما استفاده کردیم به بهانه زمان این مجلس حکومتی اینو طوری مطرح کردیم که الان شما ازش دادی سوال عمل میکنی و عکس العمل ایجاد کرده. یه عده مخالفش شدن، یه عده موافقش شدن و ما همین رو میخواستیم. یه ضرب آهنگی وارد کردیم، یعنی اون چیز عادی که آقا یا تحریم یا برو تو حکومت، حالا اینا اصلاح طلب یه ذره بهترن، اونا مثلا فلان هم بدترن، انتخاب بین بد و بدتر. مسخره ترین چیزی که ما اعتقاد نداریم، شما سازماندهی ایجاد میکنیم یه چیزو مثل سندیکا که ایجاد کردیم. الان هم صندوق همبستگی دموکراتیک، جنبش همبستگی و موزبگیران ایران که در ایران شما بودن خبر داری یا نه، الان پتروشیمی ها، پالایشگاه ها، ایران خودرو، سایپا، همه در مثل دیگه جوش داره میجون. اعتصاب همین دیروز 10 تا کارگر اعتصابی سیمان درود رو بردن زندان، 3-4 روز پیش 10 تا کارگر اعتصابی اصلویه رو بردن زندان، ولی کارگرا نرفتن خونشون، وایستادن. انقدر گفتن تا اینا رو آزاد نکنیم ما نمیریم و بعد 4 ماه عقب افتادن بدیم، ما 4 میلیون تومان به بالا ما حقوق میخوایم، قرارداد کار رسمی میخوایم، شورا و سندیکای رسمی میخوان، بیمه تامین اجتماعی میخوان که قطع نشه. 98% کارگر ایرانو قراردادش از بین بردن، همه شدن سفید امضا، شدن برده نوین. جنبش همبستگی ستم دیدگان دادخواه دو ویژگی داره: یک، همه ستم دیدن ولی ستم پذیر نیستن، نرفتن تو خونهشون، معتاد نشدن، تریاکی نشدن، دادخواهی میکنن. پس تمام خانواده‌های مبارزی که در جنبش‌های مختلف ایران، زندانی‌ها که درون زندان به ما پیوستن، اسامیشون ثبت شده در این بیانیه همبستگی، و کاندیداهایی که اومدن به میدون در داخل ایران، شوخی نیست، وایسن میگن ما نظام تو رو قبول نداریم، ولایت فقیه رو قبول نداریم، روی التزام به قانون اساسی خط می‌کشیم، اما میگه ما حق شهروندی داریم که خودمون رو به عنوان نمایندگان راستین مردم ایران که حکومتی نیستیم معرفی کنیم و مردم ایران بدونن افراد شجاعی در کشور هستن، می‌ایستن و طرحی نو در می‌اندازن و تمام نظام انتخاباتی، نظام حکومتی ولایت فقیه رو به چالش می‌کشن، چالشی که دموکراتیک و مدرنه. و موقعی که هممیهنان ما، درود به شما که برنامه رو گذاشتیم، آشنا بشن که ما به هیچ وجه در اون حکومتی نیستیم، ما داریم سازماندهی میکنیم، که این همه مخالفی که تو جنبش سبز اومد هیچ جایی سبز نشد، با حکومت گفت آقا اینا چند هزار نفر بودن، ما 80 میلیون نفریم،
هم که شما به درستی گفتید، ولی ما موقعی که انباشته میکنیم اسامی رو، این پیوندها رو، این کاندیداها رو، این نماینده ها رو، کسایی که به اینا رأی میدن، ذره 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 1200 میشه 10000 تا 20000 تا و قابل شمارشه و ترازویی میشه قابل ارائه. دیگه جمعیتی نیست که بذارنش بره تو خونش یا بکشنش بعد فرار کنه بعد بگن هیچکی نبود. این اینجا ثبت میشه و میمونه، ثبت میشه و میمونه، و روزی که وزنش سنگینه بشه اون وقت این در تمام تصمیم گیری ها، نگرش ها، چه در نهادهای بین المللی، چه در خود مردمی که در این کار از داخل پیوستن، اسم از هم دیگه جمع میکنن میارن تو سایت ثبت میکنن. همین الان از دهات ها و روستا ها شروع کردن به اسم دادن، چون کار بی خطریه، نمیخواد تو خیابون برن گوله بخورن، ولی همین اسامی واقعی هن همش دونه به دونه افرادی که کادر این کار شدن این مسئولیت رو دارن که اسامی واقعی رو میگیرن، اونا هم که تو اینترنت ثبت میکنن که ایمیل دارن، آی پی لوازم اینترنتیشون ثبت میشه، به هیچ وجه جای تقلب براشون نمیذاره، هر یه ایمیلی که ثبت میشه آی پی داره، از گوگل مپ نقشه محل ثبتش معلومه، ایمیلش یه اسم پشتشه، یه آدرس پشتشه، یه شماره تلفن پشتشه، کاملا واقعیه و قابل شمارش و مورد تایید نهادهای بین المللی، همچنین دفتر احمد شهید، نهادهای حقوق بشری که با ما ارتباط مستقیم دارن، این رو به عنوان یه سند دیگه در نقض حقوق بشری جمهوری اسلامی مستند میذارن اونجا، و ما این کار رو دیگه ادامه خواهیم داد تا روزی سرنگونی حکومت به شکل سازمان یافته و تشکیلاتی. بسیار ممنونم. به اجازه بدید ببینم، من متوجه شدم این چیزی رو که شما میگید با توجه به اون جنبش گاندی و جنبش مارتین لوتر کینگ، اون خانمی هم که گفتید روزا پارک بود که نشست و چند سال پیش اینجا به اصطلاح از دنیا رفت، و اون اتوبوس هم الان جزء موزه سیاه‌پوستا هست اینجا. شما اینو میگید که هر کاری که میخوایم به نتیجه برسیم یه مراحلی داره. ما درسته که دیدیم مثلا آقای مارتین لوتر کینگ دیپلم گرفت، آقای گاندی لیسانس گرفت، ولی اینها مدرسه رفتن و اون مدارس و اون درجات رو شما دارید الان اینجوری آموزش میدید. توی صحبتاتون شما گفتید اینها وقتی میان آی پی شون ثبت میشه، محلشون ثبت میشه. به اون افرادی که به شماها تهمت میزنن که شماها از داخل از رژیم هستید، میخواین این اسامی رو جمع کنید، این اطلاعات رو جمع کنید، ولی شما دارید میگید که اینها زیر نظر گوگل هست، زیر نظر آقای احمد شهید هست و اینها، به اونها شما چه ضمانتی میدید که فردا یکی از اینایی که برای شما کار میکنه مثل اون سردار مدحی آقای نوریزاده از آب در نیاد، یا نفوذی نبوده باشه، یا تمام این اینفورمیشن ها رو مثل اون شرکت های بزرگ نوکیا یا حتی همین تلگرامی که امروز ایرانی ها اینجوری ازش استفاده میکنن، اگه یادتون باشه اولی که آمد گفت این آخوندها به ما گفتن که اطلاعاتو بده، ما گفتیم نه نمیدیم و با اینا کار نمیکنیم. دو هفته بعد که خدا میدونه چه اتفاقی افتاد، همین آقا آمد گفت که نه ما اشتباه کرده بودیم. آخه مگه میشه همچین اشتباهی؟ چه ضمانتی هست که من که میام رجیستر میکنم، آی پی مو میدم، محلمو میدم، ایمیلم رو میدم، این دست اونا نمیفته که فردا اگه من خواستم یه جای استخدام بشم، یه جای کار کنم، یقمو بگیرم بگن بفرما فلان روز فلان ساعت فلان تاریخ به گواهی همین کامپیوتری که شما ازش استفاده بهینه میکنید اونها بیان استفاده سو کنن. اولا که با وضعی که نظام ولایت فقیه پیش آورده، بدبختانه نه جای استخدامی برای کسی گذاشته، نه کارخونه دیگه در حال گسترش، 70% صنعت کشور، تولید کشور، کشاورزی کشور خوابیده، به دلیل حمایت چین و ترکیه و روسیه و این مزخرفات رو میخواستن و وارد کردن کالاهای وحشتناک میلیارد 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 از این اسکله‌های ثبت نشده غیرقانونی توسط فرماندهای سپاه و بیت رهبری و خانواده رفسنجانی و خامنه‌ای و همه 3-4 هزار تا مفخوری که اون بالا چسبیدن به هم دیگه، پدر ملت رو در میان با 500 هزار تا تفنگ به دست، چماق به دست حرفه‌ای، این برهانی زمین دیگه در ایران اون دوره که استخدام میکنه تموم شده. الان خبر از سونامی 12.5 میلیون بیکار توسط ربیعی وزیر کار حکومت میاد. الان خبر داره میاد از اینکه 70% صنایع کشور خوابیده. الان خبر داره از اینکه شهرک‌های صنعتی همه در حال تحلیلن، تعطیلن، ببخشید. الان خبر داره میاد که تازه اون کارخونه و کارگاهی هم که بازن با 20-30% ظرفیت تولیدشون دارن کار میکنن. خبر داره میاد، الان اول خبر رو شما گفتم، کارگران هلدینگ خلیج فارس 6000 کارگر در اعتصاب و اعتراضن.
اصلی ها از فاز 13 و 14 تا فاز 24 در اعتصامن، کارگر پالایشگاه اصلی ها در پالایشگاه قفل کردن، زنجیر کردن، جوش دادن که نیروی انتظامی حکومتی نتونه بره توش، چون که حقوقشون رو نمیدن، مزایاشون رو نمیدن، قرارداد کار رسمیشون رو خراب کردن، تبدیل کردن به قرارداد کار به اصطلاح موقت و بدون امضا، حتی بدون تاریخ. پس این چیزی که شما گفتید یا اون کسانی که میگن شما دارید لطف میکنید اطلاع رسانی میکنید که اصلا غیر واقعیه. دو، کسانی که دارن این شبکه‌ها رو ایجاد میکنن حداقل نفر به نفر همدیگر رو میشناسن. سه، یا آدمی مثل من رو خب اون کسایی که اعتماد میکنن باورم دارن، به خاطر هزینه‌ها و مبارزه‌ای که کردم پام میان وای میستن و بدون ترس و لرز این ارتباط‌ها رو برقرار میکنن. و دوستان دیگه که در داخل مثل آقای تبرزدی، مثل آقای زعیم، مثل آقای مفتیزاده که هزاران نفر در تهران الان به ایشون پیوستن چون در همین جریان دموکراتیک وارد شده و خارج از حکومت دارن اقدام میکنن. و مسئله اساسی اینه که ما در حال ساختن یک جنبش همبستگی ستمدیدگان دادخواهیم که توش آموزش داده میشه، از لوازم اینترنتی استفاده میکنیم. حکومت ببینید، شما یه پیشنهاد جالبی دادید، گفتی بیا تو خیابون بشینن. چطور تو خیابون بشینن؟ نمیذارن با گوله بکشنشون. و اینجا اسمشون رو بنویسن، هزینه کدوم کمتره؟ اگه بحث هزینه میشه طبیعتا این خیلی کمتره، به اندازه اونی که تو خیابون بری دم چک و باتون و تیراندازی و کشته بشی مثل دهه 60 یا مثل سال 88 که نیست. پس به لحاظ عقلی هم این مبارزه تکنیکال هم برتره، بالاتره، فرصت سازماندهی به خودش میده، فرصت آموزش به خودش میده و اساسش بر سازماندهی نشناخته افراد که به همدیگه صحبت نمیکنن. یا اعتماد دارم مثلا شخص شما به من اعتماد داری، تریبون تلویزیون تو دادی من دارم حرف میزنم، یا اعتماد نداری اصلا تریبونی به من نمیدی. عزیزانی هم که دارن اون کار تشکیلات رو همینجوره، یا فرد فرد همدیگر رو میشناسن، اسامی رو به هم میدن، یا کل پروژه رو باور میان، آقا استانلو پشتشه، تبرزدی پشتشه، ما اینا رو قبول داریم، نمیدونم چهار تا آدم دیگه که حالا اسم در داخل فعالن مثل دکتر ملکی و امثاله هم. و این ماجرا سازمان یافته است و مثل قضیه جنبش سبز دیگه نمیشه که بی سر بمونه، چون سرش بیرون از کشوره. بعد یاران ما رو در داخل کشور دستگیر کنن، ماها که بیرون هستیم و داریم کار سازماندهی و اجرایی و نامنگاری و جمع‌آوری لیست ها و به دفاتر سازمان ملل و کمیسیون و اینها میبریم میدیم، فرقمون با بقیه اینه که هم شناخته شده ایم، هم هزینه داده ایم. برادر امثال منو کشتن، 16 سال زندان تحمل کرده آقای ابرزدی، زیر اوای شکنجه ها رفته. آقای مفتیزاده پدرشو تو کردستان کشتن، ماموستای بزرگ مردم کرد بوده. افراد شناخته شده ای در این ماجرا هستن که مسئولیت ها رو پذیرفتن و در مقابل تاریخ جلوی تلویزیون جلوی میلیون ها نفر دارن مسئولیت میپذیرن و این کارن بلدن. من رو همه میشناسن، اگه هیچ چیز بلدن سازماندهی رو بلدن، تشکیلات رو میشناسن، ممنونم از شما، گرفتن رو میدونم. در نتیجه این اعتماد متقابل بر پایه یک شناخته، دو ارتباط های فردیه، سه روند حوادثی که رو به جلوه و جمهوری اسلامی در حال افتادنه و ما باید یک سازماندهی ایجاد بکنیم که زمانی که ضربه اساسی رو میخوایم بهش بزنیم تبدیل به شورش های کور بیابانی و خیابانی نشه که همه همدیگه رو بین ببرن. شما خیلی قشنگ گفتید، حرکت 88 رو همه تشبیه کردن به مرغی که سر بریده شده بود ولی هنوز راه میرفت و میدونستن که بالاخره زود یا دیر چون سر نداره این مرغ زمین میخوره. من یه شوخی میخوام با شما بکنم و دو تا براتون نوشته فرستادم. اون نوشته ها رو فرستادم که شما گفتید من اینو عنوان کردم، من تنها نبودم و اینو از خانم نزهت یحیی‌زاده فرستادم که به همه شماها توهین کرده و تهمت زده. بعد شوخی که میخوام بکنم در رابطه با اون سین همبستگی هست که پشت سر شما هست، شما بعد با در رابطه با آقای دکتر احمدی هست نه، این همبستگی ایران اون بالا، آقای احمدی از زمانی که من زندان بودم و دوستان سال 87 به اصطلاح از داخل کشور تمام گروه های مختلف، یعنی چپ، راست، کارگری، روشنفکرا، کانون نویسندگان، سند اولیه همبستگی رو امضا کردن. اون موقع اون اسامی اولی هم در سایت ما محفوظ هست، عنوان هموندان اولیه همبستگی و هموندانی که بعد از اون پیوستن تا قبل از بیانیه جدید و الان هم کسانی که بعد از بیانیه جدید
به همبستگی پیوستن برای ایجاد این انتخابات دموکراتیک آلترناتیو در مقابل انتصابات انتخابات ولایت فقیه. بله. اینم که شوفم جناب آقای احمدی که من ایشون تا ندیدم در رابطه با همین همبستگی که در داخل کشور بود، این عزیزان هم اون زمان از خارج از کشور پیوستن و اعلام حمایت کردن، در آلمان هستن و یک سایتی رو به نام همبستگی از اون موقع با هماهنگی با یاران همبستگی در داخل کشور ایجاد کردن که طی این سالهایی هم که عزیزان در زندان بودن، در محاق بودن، ما که تو میدون اجتماعی بیرون نبودیم، دسترسی نداشتیم، حداقل اون نفس همبستگی بریده نشه، اون صدا قطع نشه، اخبار و جنبش‌های مختلفی که تو داخل کشور بوده در حد توانشون اونجا اطلاع رسانی کردن و اون سابقه اولیه سند همبستگی و اسامی افرادی که پیوستن از همه گروه‌هایی که بودن رو حفظ کردن. تو اونجا خیلی جالبه شما بدونید از سند اولیه اونجا آقای زرفشان هست، آقای جعباری هست، آقای ملکی هست، آقای نوریزاد هست، آقای تبرزدی هست، امثال من دوستان کارگری هستن و خیلی تنوع همبستگی همونه که ضد دیکتاتوری هست، ضد ولایت فقیه هست، خواهان ایران آزاد، آباد، دموکراتیک، سکولار، لایک و مطابق استانداردهای جهانی هستن، همه اونجا امضا کردن و اون 12 ماده اولیه سند همبستگی هم بر تمام نکات که من خدمت شما میگم و حفظ ایران عزیز ما و بر پایه حکومتی بر پایه اعلامیه جهان حقوق بشر و رعایت استانداردهای انسانی پیشنهاد شده. آقای احمدی هم این نقش رو از اون موقع زحمت کشیده بدون هیچ چشم داشتی با چند نفر دیگه از دوستان و اینو تا اینجا زحمت کشیدن آوردن. این شناخت من هست از کار ایشون در ارتباط با خود فرایند همبستگی که سرکوب شدن، دوستان زندانی شدن، ولی اینها این پرچم رو حفظ کردن. حالا سلام. اگه امری است بفرمایید. حالا بذارید من شوخی رو به شما بگم. اولا سلام من رو به ایشون برسونید و در رابطه با اینکه هر کسی یه نفر رو میشناسه ریفر میکنه یا معرفی میکنه، ایشون یکی از مردان نیک روزگار هست و حتما از وجودش استفاده کنید چون خیلی هم دانش داره. اگه اشتباه نکنم ایشون در رابطه با شوروی و اینها هم خیلی میدونه. این یک علامتی که شما اینجا زدید یکم شباهت داره، نه ایشون زده نه شما، یکم شباهت داره به این آرمی که خانم هیلری کلینتون درست کرده و یه فلش داره، یعنی به طرف جلو. این همبستگی ایران منو یاد اون عکسی میندازه که توی ایران نوشته جمهوری اسلامی از این ور، بعد نوشته آزادی از این ور، فلش خیابونها رو نوشته. این اگه اینها دوستان نگاه کنن ببینن این شوخی که من میکنم اگه درسته اینو چیز کنن، نوشته همبستگی، بعد یکی به طرف راست هست ایران، یکی به طرف چپ هست بالا پایین. حقیقتا این یعنی ما نمیدونیم کدوم طرف باید بریم. به نظر من باید این فلش یا این پیکان به یک سمت و سو باشه. خوشحالم که این رو دیدم، فرصتی بشه از آقای احمدی تشکر کنم و امیدوار باشم به زودی ایشون رو داشته باشیم. همینجا من میخوام از شما الان تا این ماه اسفند هست دیگه انتخابات، نه؟ بله بله. بیشتر از وجود شما استفاده کنیم. حتی شما اگه ویدیوهایی رو با برنامه‌های دیگه مصاحبه میکنید که میبینید این لازمه اینجا گفته بشه چون سوال شده، اونها رو بفرستید. دفعه قبل این کارو کردید، من چند تاشو پخش کردم روی فیسبوک گذاشتم. ما مثل دیگران ادعا نمی‌کنیم 40 میلیون بیننده داریم، باز همونجوری که شما گفتید بر طبق شمارش و اعداد و اینترنت بیش از 7700 نفر فقط روی فیسبوک مون هستن، بیش از 5000 نفر روی فیسبوک شخصی من هستن، بیش از 3000 خورده روی ایمیلمون هستن. بالاخره به قول خودمون یه تلویزیون کوچولوی نقلی داریم در خدمتتون هستم و تا جایی که شما تحمل شنیدن انتقادات و مخالفینتون رو هم داشته باشید از سکوی تلویزیون مردم میتونید استفاده کنید. اولا که سپاسگزارم از این روحیه همکاری شما. حتما من همین الان برای شما قبل از اینکه این متنی که اون خانم که من نمیشناسم کی هستن فرستادید، سایت خبرگر که مرکز فعالیت‌های مثلا اینترنتی تبلیغی تحلیلی ما هست و گرفتم نشون دادم. حالا شما ویدیو که براتون اومد میبینید، بغل شما گذاشتم، صفحه رو نشون دادم و قبل بله من اینو اگه خواستید روی فیسبوک هم میتونم بذارم که دوستان حتما هر چقدر بتونید اینو گسترش بدید به نفع مردم ایرانه. مال بسیار. من نیست، یه چیز مبارزاتی، امثال منی که دیگه سالها زندان بودیم، شکنجه شدیم. من 30 سال تو شکوات کار کردم مرد خدا،
نه حقوق نه بازنشستگی نه، همه رو قطع کردن نابود کردن. یعنی من لخت و دستخالی بعد 30 سال تلاش کار زحمت زندان بود آمدم تو این دنیای برهوت آمریکا، اونم به ناشتای که کشته نشم تو ترکیه تو کشور خودم از سه جا به من خبر تو میکشن برو. حتی از تو خود سیستمی که منو دیگه باور کرده بودن موقع دیدن اینطور ایستادیم، نه حزبی نه سازمانی بلکه وایسادیم پای حق و حقوقی که مال کارگره مال کارمنده مال مزدبگیران ایرانه. آقای یواسانلو، در رابطه با کشته شدن ما میبینیم هر کسی رو میخوان سر به نیست کنن به یه طریقی میکشوننش به ترکیه، مثلا بله، آقای فولادوند بله. آقای شایان کاویانی بله. این ماجرا چیه اونجا؟ حتی یه خبرنگار دیگه ای بود، یه آقای جوونی بود که توی دفتر کارش بعدن دیدن بله. کشته شد. من بود از بله بله. من جمال بود، جمال حسینی که اصلا ایشون ترتیب فرار من از ایران داد آخه. از کوهای کردستان بله بله. خیلی کمک میکرده به هر کسی میومده رفیق بله. جمال اصلا شما خب خیلی خوشحالم یادی از ایشون شد، روان شاد یادش گرامی. من کرد. موضوعات زیادی دارم که از شما بپرسم ولی باید از قبل با شما تعیین کنم، اینا رو براتون حتی بنویسم بفرستم که در اون، چون شما وقتی صحبت میکنید انقدر موضوعات جدید میاد که خودم یادم میره چی میخواستم بپرسم. از بس که ما درگیریم عزیزم. چه اسم خوبی هم رو تلویزیون شما هست، مردم. بله. واقعا آدمی که مردمی باشه وقت نمیکنه سرشو بخوابونه. من همسرم بچه هم قربانی وضعیت من هستن همیشه، چه اونجا بودن چه الان که اینجا پیش منن. یعنی من 24 ساعت 20 ساعت توی مثلا یه جای کنار همین، ولی اصلا من با اونا نیستم. چرا باور میکنی؟ چرا نمیگم موقع من اینم باور میکنم اطلاعات دارم چرا باورم؟ و واقعا نیاز داره کشور ما مثلا 100 نفر مثل من. من تو سندیکا بودیم یه روز، من سخنرانی کردم جلوی همون مشهورترین سخنرانی مجلس که برای اولین بار در داخل ایران سر افسری جلوی منطقه 3 من اونجا نعره زدم که بینا فلان فلان شده دارن دختران زرا بچه ما هم میفروشن کرایه میدن به شیخ‌های عرب و پاکستان و دبی کوفت و زهرمان. بعد اونجا کارگران ادنار داد زدن زنده با استانو فیلمش هست میدم پخش کنیم. من گفتم نه نه، بگین زنده با سندیکا، شاید فردا منو کشتن، شاید فردا منو خریدن، شاید من فردا عوضی شدم. به فرد وصل نشین، هر کدوم از یه اسالو بشین از اسالو بالاتر بهتر. ممنون. من تازه بیام از شما یاد بگیرم، شما من جوانتر خیلی یادتون. به هر حال یعنی ما جنبشی داریم الان در ایران، اونا که نمیدونن بدونن از طریق تلویزیون خارج از کشوری، اونا که خوش داخلن و مبارزن میدونن کمک میتونن بکنن این چیزی که من الان دارم میگم، که این جنبش مثل یه طوفان که هنوز از راه دور میاد برای سکونشه، مثل رودخانه جاری که روش و دریای یخ ها پوشوندن به دلیل فقر و مسکنت زیاد، فاصله طبقاتی وحشتناک، پولی که دیگه دست حکومتگرا نمیاد، خودشون جون همدیگه افتادن، خرخره هم دیدن میخورن جنای حکومتی در خارج از کشورم که لهشون کردن، اومدن اینجا کفش آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها رو لیست می‌زدن توی نیویورک که من رفتم اونجا سازمان ملل جزء معترضین مصاحبه کردم با خبرنگار مناطق اومده بود و از لحاظ اتمی هم که شدن کش پیش بسیجی‌ها و سپاهی‌های خودشون هم هیچ اعتباری دیگه ندارن اینها. و دیروز هم شنیدید دیگه توی اون قلب اتمیشون بتون پر کردن درش گل گرفتن رفت کارش، 300-400 میلیارد دلار پول مردم ایران رو برباد دادن به بهانه این اتمی بازیشون که اگه این 400 میلیارد توی کارخونه سازی میشد توی ایران بیکار نداشتیم، کشاورزی میشد صادرکننده محصولات بودیم، در منابع آبی میشد کشور تو بحران بی آبی که الان قرار گرفته نگرفته بود، برای محیط زیست خرج میشد 10,000 هکتار 100,000 هکتار جنگل جدید میشد ایجاد کنیم، نه اینکه الان تمام جنگل های ایران اپه این بردن، جنگل های بلوط زاگرس نابود شده، منابع آبی روی رحمت کوکوری اون بالا سر کوه اپه این رفته، سه بار اونجا جنگ کردن با سپاهی جنگ مسلحانه، تو دهات بین اصفهان و یزد جنگ سر آب شده دیگه کانال آب رو نبرن به اصفهان از یزد. ماجرای سنی در ایران در آستانه تحول بزرگ، خیلی خودشونو به ندیدن میزنن ولی ما میدونیم میبینیم دستمون تو آتش داره میسوزه. مادر من، خواهر من، برادر من، فامیل من همه اونجا هم دیدید که مادر من حتی سر گور مصطفی کریم بگی عزیز، این جوونی که تو جنبش سبز کشته شده و مادرش خانم شهناز یکی از شجاع‌ترین زنان ایران که تازه رفته مادرای دیگه کشته شده جنبش سبز رو پیدا کرده و به ما پیوسته و مادر اونجا سخنرانی کرد شد در داخل ایران، گفت خمینی آمد گفت آره مملکت ما خبرستون درست کرده شاه و ما باید گلستان کنیم و راست گفت ما مردم ساده بودیم، خمینی اومد تمام اون گلستان‌ها رو گلستان کرد
هی جوانای ما رو میکشن میکنن زیر خاک، هی ما گل میبریم اونجا، گل میکاریم درخت من گلستان میشه دیگه. این شاهکار نظام ولایت فقیه بوده و شاهکار آقای خمینی و این کسایی که دین رو ابزار حکومت میکنن. به همین دلیلی که حتما من در برنامه شما میام، حتما انتقاد هر چی باشه جواب میدم، سوال هر چی باشه جواب میدم، فقط توهین آمیز نباشه، بی ادبی نباشه. شخصیت داریم در کارگری، زورمون به زیر حرف بار زور نمیریم و توهینم نمیپذیریم. غیر از اون شما 100 تا سوال اول بکن، من وظیفه‌م جواب بدم. کسی که جلوی باید پاسخگوی بشریت باشه، پاسخگوی تاریخ باشه، پاسخگوی وجدان خودش اول از همه باشه. خانوادهش، فامیلش، دوستش، رفیقش میبینن و این آدمی که یه حرف میزنه اگه حرفش بیهوده باشه، اول از همه خودش در اون بیهودگی نابود میشه و بعد اطرافیانش. و این حرف من که اگه به دل شما میشینه، چون از رنجها، دردها، زندانها، شکنجهها و مصیبتهایی است که در زندگی، نه من، همکارانم، همراهانم، کارگران ایران، پرستاران ایران، ما الان رسول بوداغی، اسماعیل عبدی، نمیدونم بهنام ابراهیم زاده، مهدی فرایی شاندیز، ارژنگ داوودی، آتنای دائمی، آتنای فرغدانی، خانم شعله پاکروان، مادر ریانه جباری عزیز، خانواده زینالی، خانواده تبرزدی، زندانی محمد جرایی، کارگر سندیکالیست تبریز، قالب حسینی، واحد حسینی، نمیدونم زینب جلالی ها در زندان خوی، آقای بهمن آگوشی یک کرد که بردن تبریز در زندان زاهدان و صدها مثل اینها رو ما بعد از تازه هفتم اسفند عنوان نمایندگان راستین ایران در لیست های همبستگی خواهیم گذاشت. الان خودمون رو همان کردیم با یاران داخل که با این سیستم اینا بریم که بشکنیمشون و درونشون عضو بگیریم. تمام رد صلاحیت شده که ناراضی هن. تمام تحریمی هایی که راه به جایی نمیبرن، ما برای اولین بار یه ظرف درست کردیم که همه اینجا میتونیم کنار هم قرار بگیریم. همه اونایی که نظام ولایت فقیه قبول نداریم شمرده بشیم. ما به حزب و گروه ها کاری نداریم. ما مردم هستیم که از کف، مثل همون سندیکایی که ایجاد کردیم، خودمون میتونیم از کف یک فرایند ایجاد کنیم که او وقت موقعی گروه ها، حزب ها، سازمان های سیاسی قدیمی هم که نتونستن این سال ها با هم متحد شن، نتونستن این سال ها بر تفرقه ولایت فقیه غلبه کنن، گولشو خوردن، یه عده دنبال رو شدن، یه عده اصلاح طلب شدن، یه عده ناامید شدن، یه عده پیر شدن، مردن و این حکومت مون. ما این سیستم جدید، یه راه جدید با استفاده از اینترنت و جمع کردن مردم در کنار هم، این بعد از یه مدتی تبدیل به یک تغییر کیفی میشه، وزن خودشو پیدا. آقای استانلو عذر میخوام از تو، ما ساعت 4 یعنی 2 دقیقه دیگه باید کامپیوتر رو عوض کنیم، یه برنامه دیگه است، ولی این قول از شما گرفتم که توی این ایام بیشتر شما رو داشته باشیم. بله، آخر هفته خوبی براتون آرزو میکنم با امید روزهای بهتر و آینده روشن‌تر. همینطور من برای شما و همه هممیهنانمون، بدون مبارزه ما به اون آینده نمیرسیم. دقیقا همینجا میگن freedom is not free و بله. مرسی، ممنونم از تو، خداحافظ، به امید دیدار، خدا نگهدار. دوستان عزیز، با آقای منصور حسانلو بودید. اسم ایشون رو در گوگل که تایپ کنید، فیلم ها، نوشته ها، وبسایت های مختلفی میاد و نظرها هم درباره ایشون مختلفه. شما همینجوری که خودشون هم گفتن میتونید تماس بگیرید، پرسش دارید مطرح کنید، نظری دارید بگید و با هم یک گفت و شنودی داشته باشیم. ساعت 4 بعد از ظهر آقای حسن ارشاد از ایران ویدیو ارسال میکنن و ایشون دعوت کردن از دوستان بهایی اگه مایل هستن توی برنامه ایشون شرکت کنن. اگر بهاییت فرقه نیست و رئیس فرقه و قبیله به شماها دستور نمیده و آزاد هستید، اگر مایل هستید در برنامه ایشون شرکت کنید تا گفت و شنود محترمانه‌ای داشته باشید. از اینکه با تلویزیون مردم بودید و با برنامه سوربی با مردم بسیار ممنون و متشکرم. از مهمانهای برنامه آقای دکتر کاظم افشارها ممنون، از ایشون هم باید قول بگیرم که بیشتر با ما باشن. از آقای منصور حسانلو ممنون و متشکر. و بریم برنامه آقای ارشاد رو ببینیم. حسن ارشاد، روز روزگار بر شما عزیزان خوش. مرسی.